چجوری خواهد شد، یه اکثریت تقریبا 60-70 درصدی میگن وضعیت بدتر خواهد شد، او وقت نشون میده که در قبل از انقلاب یه امیدی همونجوری که گفتم، یعنی کلیت حرفم درست بود ولی شاید دادشو دقیق بهتون چیز نکردم، عرضم که یعنی همه جا ممکنه من مثلا تو این یکی دوتا داده عددا رو دقیق نگفته باشم ولی به کلیت تحلیلی که ارائه دادم لطمه نمیزنه. در نتیجه اونجا هم باز همین بود که وقتی ازشون میپرسن باز مثلا در سالهای 93-94 اینا توی همین پیمایش های ارزشان و گرش ها وقتی میپرسن آینده چجوری خواهد شد، 70-80 درصد ذهنیتشون منفیه آینده کشور چجوری خواهد شد. در نتیجه همین احساس فاجعه و احساس بدتر شدن وضعیت و اینا به صورت سوبژکتیو هم در ذهن آدم ها وجود داره. چون اگه یادتون باشه دو جور بحث کردم دیگه، یکی گفتم آنچه که در ذهن آدم ها میگذره راجع به اینی که شرایط بد هست و نمیدونم بحران وجود داره و فلان اینا، یه چیز دیگه هم گفتم آنچه که در واقعیت میگذره ها. بعد گفتم راجع به هر دوی اینها باید همین عدد و رقم بدیم و شاخص ارائه کنیم و اینها، که الان خواستم همین که میگیم رو تصحیح کنم. خب؟ بعد دوران دارم همین دیگه که یه عده میگن که این سوی بودن همین اینی که نسبت به آینده مثبت بودن از عوامل انقلاب بود. آره اینو یعنی چون امید به آینده بهتر داشتن، امید داشتن که بتونن سرنوشتشون رو بهتر بکنن و اثر بذارن، و یعنی میگه وقتی تو امیدواری که آینده بهتر میشه در نتیجه احتمالاً امیدوارم هستی که بتونی خودت در سرنوشت خودت مؤثر باشی و نیروی ایجاد بکنی، تغییر بدی فلان. وقتی همه جامعه مدام احساس میکنن که فاجعه در پیشه، کلن اراده به تغییرم کم میشه دیگه، یعنی فکر میکنی که آه همه جا رو فاجعه گرفته، من چجوری میتونم تغییرش بدم، من چی کار میتونم بکنم. یعنی اون نیروی اراده ای رو که برای یه کنشگرا لازمه که بیان تو میدون و تغییر ایجاد کنن و کنشگری کنن و اینها، حالا یه تحلیل اینه. یه مشخصا راجع به این مسئله یه موقعی آقای سلامت یه مقاله‌ای نوشت، من از اونجا گرفته بودم، که اون اونجا استدلال میکنه که همینو میگه که وقتی که امید وجود داره و مثلا به نسبت به آینده امیدواری وجود داره، حالا تو بحثای نظری هم خیلی این هست دیگه، که اصلا یکی از شرایط تغییر همین وجود امیده، جامعه‌ای که امیدواره و اوتوپی داره و احتمال میده که بتونه اون اوتوپی رو محقق کنه و به سمتش حرکت کنه و اینها، و سرنوشتش رو تو مشت خودش میبینه، اونه که میتونه حرکت کنه به سمت تغییر و اینا. جامعه ای که ناامیده و آینده رو فاجعه میبینه و احتمالا اوتوپی هم نداره و همش داره میبینه که آینده خرابه و فلان و اینا، اون خیلی نمیتونه به سمتی خودش شروع بکنه به حرکت کردن و مثلا آینده خودش رو بسازه و فلان و اینا. از این جهت گفت. آره، حالا دقیقاً همون برای شما مثلا گفتم که جامعه امیدواره بعد انقلاب کنه، که چرا اگه از اون وقت ناامید بشه، خود این ناامیدی ممکنه مثلا معقول ساختار باشه مثلا. درست. بعد از اون طرف وقتی که این ناامیدی باعث انفعال جامعه میشه، نتیجه هی باز بدتر و بدتر میشه. یعنی هی بدتر میشه. حالا درست. چیزی ممکنه اینو برهم بزنه. ببین یه چیزیش که خیلی مهمه اینه، ببین در اون زمان هم باز حواسمون باشه مسئله یه بودی نیست، یعنی درسته که نسبت به آینده جامعه امیدواره ولی یه بخش بزرگی نسبت به آینده سیاسی کشور ناامید میشن. ببین یه ترکیبی از اینها وجود داره، خب؟ یعنی همون حرفایی که مثلا مهندس بازرگان دهه 40 میزنه، میگه آقا ما آخرین نسلی هستیم که داریم با زبون قانون و مسالمت آمیز و به امید اصلاح و فلان اینا با شما حرف میزنیم، بعد از ما دیگه از این خبر ها نخواهد بود، میرن زیر زمین و مسلحانه میشه و فلان اینا و کاملا پیشبینی بازرگان محقق میشه دیگه. یعنی میخوام بگم که اون حس عمومی که در جامعه وجود داره که آینده بهتر خواهد شد و فلان اینا، آینده جامعه، آینده کشور بهتر خواهد شد، اون حس ترکیب میشه اتفاقا با یه احساس نارضایتی که تو نخبگان از سیاست وجود داره، از مثلا وضعیت چه می‌دونم آزادی های سیاسی فلان اینا در پیوند با هم پیش میره. و نکته مهمه دیگه اینه که وجود ایده ای از بدیده، یعنی شما در دهه 50 این ایده بدیل از جهت های مختلف اصلا بسیار در دسترس بود و وجود داشت. یعنی از یه طرف جنبش های چپ همه زنده بودن، داشتن پیش میرفتن، در بعضی از کشورها
موفق شده بودن، اصلا امید داشتن که بتونن تغییر بدن وضع موجود رو. مدام کشورهای مختلف انقلابای سیاسی رخ میداد و اینا به هم نیرو میداد، یعنی همه امیدوار بودن که بتونن تغییر انجام بدن. تو همون دوره ادبیات انقلابای مختلف مدام تو ایران چی میشد؟ ترجمه میشد و میومد و اینا به هم انرژی میداد. و از یه طرف دیگه یه بدیل اسلامی هم به صورت پرقدرت در صحنه بود، یعنی یه ادعایی وجود داشت که یه دینی وجود داره که این دین اتفاقا میتونه وضع شما رو بهتر بکنه، میتونه تغییر ایجاد بکنه فلان اینا، و به جمع بزرگی هم به اون اعتقاد داشتن، می فکر میکردن که به نیروی این دین میتونن تغییر ایجاد بکنن و یه بدیل بیافرینن. باید دید آیا در شرایط مختلف این ایده ای از بدیل هم وجود، یکی از حرفایی که اصلا در سطح جهانی زده میشه درباره اینکه علتی که مثلا جنبش‌های اجتماعی بعد از فروپاشی اردوگاه چپ و فلان اینا نتونستن تغییر جدی بیافرینن و وضعیت مدام بدتر شده، همینه که میگن بعد از فروپاشی اردوگاه چپ دیگه ایده ای از بدیل نتونست شکل بگیره. میدونی اینکه بتونن تا زمانی که اون اردوگاه وجود داشت، اون اردوگاه یه انرژی میافرید و فلان اینها، که البته خب خیلی ها از همون دهه مثلا 40-50 به بعد ازش بریده بودن، از همون اردوگاه به دلیل ویژگی های مثلا دیکتاتوریش و فلان اینها. منتها دیگه وقتی فرو ریخت و دیگه از بین رفت، کلن همون موقع بود که فوکویاما پایان تاریخ نوشت، یعنی گفتن آقا دیگه تموم شد، دیگه اصلا تاریخ رسید به پایان خودش و دیگه این لیبرال دموکراسی سرنوشت محتوم ماست با همین الگوهای اقتصادی مسلط و دیگه هیچ کار دیگری هم نمیشه کرد. خب و تا هنوز هم این بحث روی میزه، یعنی اینی که خب ما وضع موجود رو نمیخوایم، پس چی میخوام؟ در سطح جهانی میگم ها، و هنوز تردید وجود داره که آقا در شرایط کنونی بدیل چیه برای اون وقت. یه سری گزاره‌هایی رو همه میگن ها، مثلا اینی که آقا بهداشت باشه، آموزش باشه، حق تشکل باشه، نمیدونم فلان اینا، ولی اینا رو همه میگن آقا دموکراسی مبتنی بر نمایندگی کار نمیکنه، باید سوژه ها خودشون نمیدونم عملیات پیدا بکنن فلان، همه این حرفا زده میشه، ولی آیا اینا بدیله؟ یا اینکه نه، همچنان داره تو همون نظامی که مدام تولید نابرابری میکنه، مدام تولید نمیدونم ترد میکنه فلان اینا مطرح میشه، یعنی یه جوری داره یه حرفایی میزنه که این حرفا مدام تو خود اون نظام سیستماتیک نقض میشه به دلیل اینکه برای اون نظام بدیلی نیاورده. متوجه هستین چی میگم؟ میخوام بگم اینا همچنان بحثاییه که روی میز هست. خب دیگه سوال، پرسش، بحث، نه از جلسه گذشته شروع کنیم وارد بس؟ باشه. فقط چون وایس هست دیگه دایره حرکتی نه. نه فکر کنم چون بلند حرف میزنم ضبط میشه. خب بعضی جا افت میکنه صداتون. حالا سعی میکنم چیز کنم. از شبت که دو تا مقدمه رو بگم و بعد وارد بحث اصلی بشدم. یکی راجب الان که میومدیم با آقای جلیلی راجب فرم ارائه میگفتن و این که گاه در فرم ارائه مثلا من نظم لاجیکالی که خیلی دقیق مثلا هی مقید باشم، یه گزاره بیارم بعد یه گزاره دیگه از توش استنتاج کنم بعد بعدی مستقیم برم و رعایت نمی کنم و مثلا یهو بحث تو بحث میارم، یه جا مثلا گریز میزنم به یه بحث دیگری بعد دوباره برمیگردم به بحث اصلی، بعد مثلا نمیدونم یه جا یه جوری کمی این احساس به وجود میاد که مثلا من از یه شاخه به یه شاخه دیگه اینا میرم. حالا یه بخشیش که احتمالاً برمیگرده به حالا ناتوانی من در انسجام و فلان اینا که هر کسی به هر حال یه نقطه ضعفی داره. یه بخش دیگریش که دوست داشتم باز بدونین اینه که یه بخشیش هم همچین غیر چیز نیست، غیر عمدی نیست، به این دلیل که خود این فرم‌های ارائه و اینها سرش مفصل در علوم انسانی اینا بحث که اصلا چه فرم‌های ارائه‌ای دموکراتیکه، چه فرم‌های غیر دموکراتیکه، چه فرم‌های به مخاطب آزادی بیشتری میده برای فکر کردن و چه فرم‌های آزادی مخاطب رو میگیره.
این فرمی که مستقیم شما رو بندازه توی یه مسیری و هی پشت سر هم ببره و هیچ مهلتی بهتون نده که از اون مسیر اصلی یه ذره فاصله بگیرین و فلان و اینا، میتواند خیلی هم فرم خوبی نباشه، چون از یه جای دیگه شما اصلا افتادی تو مسیر رو داری میای بدونی که خودت بتونی فاصله بگیری ازش. خب در نتیجه این که هر از گاهی یه سوناتی به یه سمت دیگه بره، یه سوناتی به یه سمت دیگه بره در این حالی که ربطش توضیح داده میشه، این اتفاقا فراهم کننده یه امکانه برای مخاطب ها، که خیلی هم تو اون مسیر نه یهو ذهنش بپره بره یه جای دیگه، آزاد بکنه، بتونه فکر بکنه، بعد برگرده، بعد دوباره میدونین. یعنی میخوام بگم اینا یه بخشش هم بحثایی که حالا سرش ممکنه اختلاف نظر هم باشه که حتما هست، ولی به هر حال یه رویکردایی هم هستن که اگر دقت کرده باشین حتی تو فرم نوشتار دفاع نمیکنن از اینی که تو از آ شروع کنی همینجوری بنویسی 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 بیاری، نه فرمو میشکنن، مینویسه مثلا یک فلان، دو فلان، سه فلان، یا نه اصلا پاراگراف بندی میکنه، خط میکشه زیرش، بعد بعدی رو شروع. مثلا نیچه رو اگه نگاه بکنیم یه جوری اصلا فرم نوشتارش پیوسته نیست، فرم نوشتارش اصلا گسسته است. اون اصلا میخواد بگه به یه معنا پیوستار این اونجوری اصلا نمیشه، ممکن نیست، چون اصلا یا درست نیست. اگرم بشه منتقل کننده یه چیزیه که یه کلیتی یه انسجامی براتون میسازه که واقعی نیست. خب میخوام بگم یعنی اینا هم سرش بحثه، حالا اینی که مثلا شما کدوم فرم رو انتخاب بکنی و تو کدوم فرم صحبت کنی اینها، این یه مقداری هم تابعی هست که تو چه سنتی داری فکر میکنی و با چه در واقع استراتژی سراغ فرم دادن به صحبت خودت. یه نکته، یه نکته دیگه هم راجع به زبان بهتون بگم که جلسه اول یه مقداری راجع به توضیح دادم که هیچ ارائه کننده ای طرف نیست و توی یه سنت خاصی صحبت میکنه و ارائه میشه و شما به اسم علم و نمیدونم دانش و فلان و اینا نباید معروف بشین و این ذهنیت انتقادی همیشه باید وجود داشته باشه که بتونه راجع به ما محتوای در واقع ارائه فکر بکنه و به اسم اینکه یکی اومده مثلا این درسش رو خونده، این دانش بلده فلان اینا چیز نشه، شما سرکوب نشید. یه وجه دیگر اون چیزی که بهتون گفتم در خود زبان اتفاق میافته و اینم بحث بسیار مهمی است. به چه معنا در خود زبان اتفاق میافته؟ به این معنا که واژگان هم در بسیاری از مواقع باردارن و بدون جهت نیستن و خود استفاده از واژگان جهت میده به صحبتشون و جهت میده به و اینجوری بگم اساساً واژگان هم بر اساس ذهنیت شما، چارچوب نظریتون، دستگاه مفهومیتون اینا انتخاب میشه، نه به این معنا که همه واژگان رو آگاهانه چنین استفاده میکنن، بلکه اتفاقاً در بسیاری از اوقات افراد نمیدونن که واژگان رو دارن آگاهانه استفاده، یعنی آگاهانه استفاده نمیکنن واژگان رو، ولی از واژگان استفاده میکنن که بارداره. مثال همین ماجرای بنزین، مدام در رسانه ها میگفتن آقا میخوایم اصلاح قیمت بنزین، هیچ کی نمیگفت میخوایم افزایش قیمت بنزین بدیم. دو تا کلمه است دیگه، تو میتونی بگی آقا افزایش قیمت بنزین، میتونی بگی اصلاح قیمت بنزین، ولی همین گفتن اصلاح قیمت بنزین. وقتی میگی اصلاح قیمت بنزین مفهومش اینه که یه قیمتی قبلا وجود داشته که این غلطه، این نادرسته و حالا من میخوام اصلاحش بکنم، درستش بکنم. در نتیجه اون چیزی که بعدا اتفاق میفته و گرونش میکنه اون درسته. حالا یه بره دیگه هم حساسیت جامعه رو هم کم میکنه، چون جامعه نسبت به گرونی، افزایش قیمت اینا حساسه، زهرش رو هم میگیره، میگه آقا افزایشی نیست، اصلاح. یا مثلا میگه که
قبلا میگه در ایران ما ارزونی کاذب قیمت بنزین داریم. اینا همه بارداره، ارزونی کاذبه، پس باید اصلاح بشه برسه به قیمت واقعی خودش. اینا همش بارداره، یعنی از اون ارزونی کاذب توی یه سنت خاصه، اون قیمت رو واقعی کردن توی یه سنت خاصه، اون اصلاح قیمت هم توی سنت. یه سنت دیگه ممکنه اینجوری بگیم یک قیمتی رو که به نفع طبقات مستضعف بود افزایش دادن، حالا من رادیکال باز میخوام بازار رو برش رو بگم، دست کردن تو جیب طبقه پایین، پول ورداشتن گرون کردن به ضرر مردم مثلا. خب پس میخوام بگم که حالا چند تا مثال دیگه‌ش هم براتون میزنم. مثلا میگم مدارس غیر انتفاعی، حالا بعضیاش یه خیلی وضعش بدتره. مدارس غیر انتفاعی دقیقاً مدارس 100% انتفاعی، یعنی همونایی که دقیقاً با هدف کسب سود و پول در آوردن و فلان و اینا درست شدن، همونا رو اسمش گذاشتن مدارس غیر انتفاعی. خب یا از این دوره به بعد شما میشنوین میگن آقا فلان شرکت فلان کارخونه میخواد تعدیل نیرو بکنه. تعدیل نیرو یعنی چی؟ این چی بوده؟ نمیدیم میخوام اخراج نیرو بکنم. مرحوم محمد مختاری یه مقاله داره تحت عنوان زبان به کام سیاست در کتاب سیاست و مدارا، اونجا توضیح میده، میگه اخراج از زبان اخراج میشود. این جمله خیلی قشنگ گفته، میگه اخراج، واژه اخراج از زبان اخراج میشود. چرا؟ چون میگه ما اگه بخوایم بگیم، بخوایم تو جامعه بگن آقا کارگرها رو اخراج کردیم، همه حساس میشن. ولی میگه نه، کارگرها رو تعدیل کردیم، انگار که در گذشته یه افراطی شده بوده، حالا ما اون افراط رو تعدیل کردیم تا برسیم به یه وضعیت واقعی. من اصلا قضاوت، البته که با این لحنی که دارم میگم پر از قضاوت ارزشیه، ولی میخوام بگم شما کار به لحن ارزشی من نداشته باشید، به این توجه بکنید که این گزاره هایی که استفاده میشه، مثلا میگن بهبود فضای کسب و کار. خب بهبود نمیگن مقررات زدایی، میگن بهبود فضای کسب و کار. چون میگن مقررات زدایی یعنی از دلش این در میاد که آقا داری مقررات رو از بین میبری به سمت نفع سرمایه و فلان و اینا. ولی وقتی میگه بهبود فضای کسب و کار، همه میگن به به بهبود فضای کسب و کار، کی با بهبود فضای کسب و کار مشکل داره؟ ولی دیگه نمیگه مقررات زدایی. یا مثلا نمونه دیگرش از واژگانی که استفاده میکنه، میگه آنترپرنور رو ترجمه میکنه کارآفرین. آنترپرنور به دیگه کارآفرین، در حالی که آنترپرنور سودآفرین، اصلا کارآفرین نیست. آنترپرنور اگر تشخیص بدهد که امروز به جایی که با 100 نفر کارگر آتومن سود ببره، با 50 نفر کارگر همون آتومن سود خواهد برد، تردیدی نمیکنه که اون 50 نفر رو باید اخراج بکنه. اگر اصلا منطقش اینه که با حداقل سرمایه گذاری برسه به حد اکثر سود، هدفش هم اصلا آفرینش کار نیست، هدفش کسب سوده. ولی نمیگه بهت سود آفرین، میگه کار آفرین. چرا؟ چون کار همه بهش خوبه، ما کار رو بیافره دستش درد نکنه، خیلی هم عالی. در حالی که اون اصلا هدفش کار آفرینی نیست، هدفش آفرینش. البته ضمن اینی که سود آفرینی میکنه، همیشه یه اشتغالی هم ایجاد میشه، ولی هدف اون یه اشتغاله نیست، نشدم نشده. اصلا اشتغاله یه وقتی به یه تکنولوژی جدیدی هم برسه که اصلا اون اشتغاله رو نابودم بکنه و کمترش بکنه، میکنه، استفاده میکنه از اون تکنولوژی، چون اصلا هدف چیز دیگه نیست. خب و حالا انبوه دیگری از واژگان وجود داره. یه مثال دیگه شو بزنم و وارد بحث خودمون بشیم. یکی از مثالهای مهمش خود واژه سرمایه‌داری. لوک بولتانسکی در یک کتابی داره تحت عنوان روح جدید سرمایه‌داری، اونجا اصلا اینو بحث می‌کنه، میگه آقا ما اصلا از دهه 80 به بعد خودمون هم نفهمیدیم چجوری واژه سرمایه‌داری از ادبیات حرف زدنمون خارج شد، به جاش یه واژه دیگه اومد، مدرنیته. در ایران هم همین اتفاق افتاد. از یه تا یه دوره‌ای همه وقتی می‌خواستن تحلیل بکنن،
واژگانی که تو کلامشون استفاده میشد اینا سرمایه‌داری بود، میگفتن آقا نظام سرمایه‌داری این کارو کرد، نظام سرمایه‌داری این کارو کرد، اصلا اسمش بود. یه دوره به بعد یهو اسمش شد مدرنیته، دیگه کسی نگفت سرمایه‌داری. بعد بولتانسکی میگه ما خودمون هم نفهمیدیم چجوری این اتفاق افتاد. خب و همه ماها از یه دوره به بعد همه گفتیم مدرنیته مدرنیته مدرنیته، همه شما گفتین مدارس غیر انتفاعی، حتی مثلا تو جلسات شرکت میکنیم برای که خوشگل حرف بزنیم میگیم همین تعدیل نور، برای که مثلا یعنی میدونیم با ادبیات مسلط هم نوا میشه، در حالی که ادبیات مسلط خودش بارداره، همین واژگانی هم که من استفاده میکنم یه جور دیگه بارداره. ها چکیدش اینه که فکر نکنین زبانی که دارین استفاده میکنین بی‌طرفه. هر وقت دارین یه واژگانی رو میشنوین، یه واژگانی رو همین تلویزیون استفاده میکنه، سر کلاس درس استفاده میکنه، من استفاده میکنم، بقیه استفاده میکنه، فکر کنین بهش که چرا این واژگان، و فقط هم یه واژگان، یه استراکچره، یعنی او تعدیل که میاد به جای اخراج میشینه، او همزمان با او کارآفرینه که به جای سودآفرین میشینه، او همزمان با او غیر انتفاعیه، همزمان با اویی که میگن آقا اقتصاد را بدهیم به دست مردم، نمیگن خصوصی سازی کنیم، نمیگن اقتصاد رو بدهیم به دست سرمایه داران، نمیگن اقتصاد رو بدهیم به دست پولدارها. حالا من بخوام یه جور دیگه باردار استفاده بکنم اینه دیگه، تو وقتی میگی اقتصاد را بدهیم به دست مردم، بعد میخوای فلان کارخونه رو بفروشی، من مردم پول دارن که برن کارخونه بخرن، من مردم هم که میان مثلا صاحب اینا میشن، نه خیر، سرمایه‌دارا پولدارا میان میخرن، پس تو دست مردم نداری، دست بخش معینی از مردم داری که پول دادن، پول دارن، امکانات دارن، سرمایه دارن، میتونن بیان اینا رو بخرن. ها ولی میگی نه، مردمی شدن اقتصاد. خب در حالی که مردمی شدن اقتصاد یه دوره دیگری برای چی استفاده میشد؟ اتفاقا برای ملی کردن استفاده میشد. وقتی میخواستن از همین بخش خصوصی بگیرن اتفاقا ملی کنن، میگفتن داریم مردمیش میکنیم. خب چون اون واقعا اونم نزدیکتر بود، چون بالاخره میگفتن یه دولتی همه رو نمایندگی میکنه، دادیم به اون. یا توی یه سنت دیگری وقتی تعاونی ها شکل میگرفت که اینها در واقع شکل میدادن به یه سندیکایی، اون سندیکای میرفت جمعشون مثلا یه تعاونی درست میکرد، یه واحد تولیدی درست میکرد، مالکیت جمع بر کل اون دارایی وجود داشت، بر کل اون کارخونه تعاونی فلان اینا وجود داشت، به اون میگفتن مردمی کردن. ها چرا؟ چون میگفتن آقا از پایین سرمایه های خرد کنار هم دیگه قرار بگیرن، همشون با هم بیان سهیم بشن، بعد یه چیزی رو درست بکنن. به اون میگفتن مثلا اقتصاد اجتماعی، یا اقتصاد مثلا حالا بگیم مردمی. مردمی نمیگفتن واقعا، میگفتن اجتماعی. ولی الان دقیقا توی یه سنت دیگه به برعکس اون میگن اقتصاد مردمی، یعنی مردمی سازی اقتصاد. در نتیجه میخوام بگم حالا همینجوری هی بخوام بگم هزاران واژه هست. فقط نکته‌م این بود که نسبت به باردار بودن واژگانی که استفاده میشه باید حساس بود. در جلسه گذشته ما یه مقداری بحث کردیم راجع به اینی که چرا میگیم در شرایط کنونی جامعه ما با مجموعه از بحران‌ها درگیر، راجع به اعتراضات رو مثال زدیم و نزدیک شدن بازه‌های زمانیش به هم دیگه، راجع به فرق صحبت کردیم، یه مقداری راجع به آسیب‌های اجتماعی نمی‌دونم اینها، و چند تا نکته دیگه موند که و گفتیم که راجب ارزش‌ها و نگرش‌ها صحبت کردیم، بحث اعتماد اجتماعی، بحث احساس دیگری غیر اخلاقی، که توضیح بدیم که چرا در جامعه ایران شخصیت عمومی که الان افراد دارن به سمت فردگرایی خودخواهانه اونها رو سوق میده، ها به سمت این سوقشون میده که هرچه بیشتر منافع خودشون رو بدون در نظر گرفتن خیر عمومی و بدون در نظر گرفتن مساله بقیه در واقع لحاظ بکنن. یه طیف هم من گفتم اگر در یه سر طیف در واقع فردگرایی خودخواهانه باشه، در یه جایی این وسط مثلا یه جور فردگرایی اخلاقی میتونه شکل بگیره،
که اتفاقا فرد وجود داره، فردیت وجود داره، اما میپذیره که وارد یک بر اساس یک اخلاقیات معینی، بر اساس یک قراردادهای اجتماعی معینی یه جمعهایی درست بکنه و در واقع اون جمع بر اساس مشارکت آگاهانه و انتخاب آگاهانه افراد انتخاب بشه ها. و در یه سر در واقع دیگرش هم گفتم باز اتفاقا جمعهایی وجود داره، جامعه هایی وجود داره که درش باز فردیت از بین میره به سمت جمع، به سمت یه اراده جمعی که افراد درش منحل میشن، توده شکل میگیره و اون توده تابع حالا یا پیشواس یا تابع نظریه که تو اون لحظه هیجان جمعی و غلیان اجتماعی در جمع وجود داره و خلاصه فرد منحل میشه در جمع، که نمونه های همبستگی های فاشیستی، همین بنیادگرایی دینی، اینها رو در واقع نمونه های از اون جمع‌گرایی های مثال دادم که درش دیگه فرد کاملا منحل شده در جمع. و این به یه معنایی هم تمام، یعنی یکی از بحث‌های مهمی که اصلا در فلسفه هم وجود داره همینه که چگونه رابطه کل و جزء رو توضیح بده. از یه حالا هر کدومش هم یه عوارضی داره دیگه، گفتم اگر جامعه فروکاسته بشه به مجموعه ای از اجزای جدا از هم که هیچ چیزی به هم پیوندشون نمیده، اینها چاره ای جزی ندارن که در موارد مختلف با هم درگیر بشن و جنگ همه علیه همه شکل بگیره، چون هیچ مبنای مشترکی اینا رو با هم پیوند نمیده، هیچ چیزی وجود نداره که اینا رو یک کلیت بسازه که این کلیت اختلافاتی که بین اینا وجود داره حل بکنه. دیگه در لحظات اختلاف هیچ چاره ای بینشون به وجود نیست الا ای که قدرت حکم بکنه ها؟ گفتگو ناپذیر میشن مجموعه ای از اجزا که کتگوری عام، مفهوم عام نداشته باشن برای اینکه بتونن با هم دیگه پیوند برقرار بکنن. یه سمت او برش هم اینه که یه کتگوری های عامی، یک مقولات عامی، یک کلیت های شکل میگیره که این کلیت ها تمام او اجزا و تفاوت هاشون اینا رو از بین میبرن، میخوان همه رو یه دست کنن ها؟ اونی هم که بخواه همه رو یه دست بکنه تفاوت ها رو از بین میبره، اونم جزء رو از بین میبره، که اینجا بحث آزادی پیش میاد، بحث به رسمیت شناسی تفاوت، تکثر، نمیدونم همه این بحثایی که این طرف مثلا ویژگی جوامع استبدادی و فاشیستی و فلان ایناست، اون طرف ویژگی جوامع از هم گسیخته‌ایه که درش دیگه پیوندهای اجتماعی و اینها از بین رفته. خب حالا یه طیف هم هست طبیعتاً، هیچ وقت ما اون انتهای طیف به اون شکل رادیکالش محقق کمتر میشه، معمولاً جوامع یه جای این وسطا هستن، حالا یا دارن به سمت اون گسیختگی میرن یا دارن به اون سمت میرن. و از اونجایی که واقعیت دیالکتیکیست، معمولاً یکی از اینا در پاسخ به دیگری به وجود میاد، یعنی اینجوری هم نیست که اینا این طیف ها ضرورتاً باز فاصله‌ای که من میگم فاصله معناییه، خب نه فاصله‌ای در واقعیت اجتماعی، متوجه میشین چی میگم؟ یعنی برای که توضیح واقعیت بدم میگم اینا دو سر طیفن به لحاظ معنایی، و یعنی در واقعیت اجتماعی از دل همون جامعه گسیخته است که اون جامعه جمع‌گرای افراطی متولد میشه. اینا اتفاقا در پیوند با هم در واقعیت وجود دارن نه جدا از هم، متوجه میشین؟ من کانسپت رو گفتم طیفه، نه اینی که در واقعیت اجتماعی از هم جدا باشن. خب در از جهت فردگرای خودخواهانه، من دو تا در واقع داده دیگه به شما میدم و از این بحث عبور میکنم، میخوایم امروز یه مقداری راجع به موقتی سازی هم صحبت بکنیم. یه نکته، ما در جلسه گذشته وقتی راجع به ارزش ها و نگرش ها و ذهنیت ها و اینا صحبت کردم، سطح تحلیل فرد، خب در سطحی بالاتر که سطح نهادهای اجتماعی است، یکی از نهادهای مهم ما خانواده است. خب وقتی که شما تحول خانواده رو در چند دهه گذشته مشاهده میکنین، چند تا اتفاق برای خانواده افتاده. اولین اتفاقیه که بعد خانوار کوچیک شده ها؟ یعنی افراد تمایل کمتری به فرزند آوری دارن امروز، که این دیگه همه واضحه دیگه، حالا من عددش رو هم اونجا دارم که فکر میکنم مثلا از بعد اولوش 5 اینا رسیده به اولوش 3 و خورده بعد خانوار. خب
که عوامل متعددی داره از جمله دشوار شدن شرایط اقتصادی و اینا، یکی از عواملش هم همین رشد فردیت، یعنی افراد دیگه حاضر نیستن مثل گذشته تمام زندگیشون رو وقف چیزی به اسم فرزند بکنن، موفقیت خودشون، کار خودشون، نمیدونم زندگی شخصی خودشون، اینها در کنار اون چیز، در کنار اون در واقع خانواده که جمع بود و در واقع قبلا بیشتر خودشون رو فدای اون میکردن، جای خودش رو داده به چی؟ جای خودش رو داده به این که حالا کمتر خودشون رو فدای خانواده میکنن، در خود خانواده هم فردیت بیشتر اهمیت پیدا کرده. تا اینجاش فقط فردیته که مهمتر شده، اما یه چیز دیگری هم کنارش میذارم و اون نسبت ازدواج به طلاق. ما در طول دهه 60 نسبت ازدواج به طلاق در جامعه همون تقریبا با یه فراز و نشیب سالیانه ای که خب هیچ سالی دقیقا این سال قبل نمیشه، حدودا روی فکر میکنم عددی بین 9-10 اینا ثابته. خب و در ابتدای دهه 70 زیاد میشه و میرسه به در یه سالی سال 72 ایناست فکر کنم، حتی میرسه به 15 و خورده، یعنی به ازای هر 15 ازدواج در سازمان ثبت احوال یه دونه طلاق ثبت شده در یک سال. من یعنی دارم میگم مال سال. خب آمارم آمار ثبت احوالی. از ابتدای دهه 70 این عدد شروع میکنه به کم شدن، چون یعنی نسبت تعداد ازدواج های ثبت شده به ازای طلاق های ثبت شده. این عدد در دهه 90 یعنی در سال 96-97 اینا رسیده به حدود 3. خب یعنی به ازای هر 3 ازدواج یکی منجر به طلاق میشه. خب معنیش چیه؟ حالا سر اینی که آیا زیاد شدن طلاق در جامعه ایران مثبت منفی اینا، سر اینا خیلی بحث شده. خب من فقط میخوام یه استفاده ای از این عدد بکنم برای اینی که بگم که چرا اینو میگیرم شاخص رشد فردگرایی خودخواهانه، و اون اینه، من میخوام معنی کنم این تغییر رو. یک عده آدم تصمیم میگیرن که در کنار هم با هم زندگی تشکیل بدن و با هم پیوند برقرار کنن. خب و فرض هم میگیریم که جامعه ایران جامعه ایست که دیگه اون شکل ازدواج های اجباری و فلان و اینها بخش کمی از ازدواجاش تشکیل میده، یعنی اینگونه نیست که افراد به دلیل زور خانواده و زور بچندونم پدر و قومیت و اصلی شکل ازدواج ها هنوزا، ولی میگم این اکثریت ازدواج های ما رو دیگه تشکیل نمیده، چون اون ساختارها قدرتشون در جامعه کم شده. خب در نتیجه دو نفر آدم تصمیم میگیرن که پیوند برقرار بکنن، در کنار هم زندگی میکنن، و در اون لحظه‌ای که تصمیم میگیرن و پیوند با هم برقرار میکنن فکر میکنن این پیوند مطلوبه، و یعنی که برقرار نمیکردن دیگه، یعنی به امید، به هزاران امید و آرزو به قولی با هم ازدواج میکنن، خانواده تشکیل میدن، فکر میکنن این کار سر آیندهشون رو بهتر خواهد کرد، فکر میکنن زندگی بهتری خواهند داشت. اما ظرف فاصله اندکی، ما میدونیم که تقریبا 40% این طلاقا توی 3-4 سال اول اتفاق میفته، اینها نمیتونن این پیوند رو حفظ بکنن. تعداد آنهایی که نمیتوانن این پیوند را حفظ بکنن بیشتر و بیشتر میشود. حالا ممکنه ما بگیم آقا اینها اصلا خود ای که اینا الان میتونن طلاق بگیرن و دیگه مجبور نیستن کنار هم زندگی بکنن و فشار اجتماعی از روشون برداشته شده و دیگه مجبور نیستن مثل گذشته بگن میسوزم و میسازم و فلان اینا، امروز میگن مهرم حلال جونم آزاد، همه اینا مثبت ممکنه کسی بگه هست، من کار بهونش ندارم که آیا این اتفاق خوبیست یا بد، ولی میگم نفس اینی که اینا نمیتونن این قراردادی رو که با هم میبندن بهش پایبند باشن، نشون دهنده اینه که مسائلی که به فرد برمیگرده و به هر کدوم از اینا برمیگرده که در اختلاف با دیگری قرار میگیره، اهمیتش بیش از
مسائلی شده که اونها رو در پیوند با هم میتواند نگه بدارد. یعنی فرد خودش مهمتر از پیوندش شده. و خب خانواده یکی از مهمترین نهادهای اجتماعی است در همه جوامع. و میدونید دیگه حالا راجع به این خیلی میشه بحث کرد که اساساً جامعه پذیری بخش مهم میشه در خانواده انجام میشه، اساساً آموزش از خودگذشتگی، اصلا مادره که به جامعه آموزش از خودگذشتگی میده، به جامعه آموزش فداکاری میده، به جامعه آموزش دیگر خواهی میده، به خاطر اینکه مادره که مدام از خودش میگذره به خاطر فرزند، مدام نگرانه فلان اینا ها، و در نتیجه با سست شدن خانواده یه اتفاقی که میفته اینه که خود این آموزش از خودگذشتگی و فداکاری و آلتوریسم و پیوند اجتماعی و فلان اینها، خود این هم در جامعه خود به خود سست میشه. در مقابلش ارزش‌های دیگری پررنگ میشه، مثل چی؟ فردیت، آزادی فردی، برای خود بودن، روی پای خود وایستادن، مستقل بودن، فلان ها. اتفاقا یه جوری مثلا زنی که میاد طلاق میگیره و اینا، زن مستقل هم هست، زنی که میتونه رو پای خودش وایسته، تسلیم نمیشه، میجنگ، مبارز جور. میخوام بگم باز هیچ کدومش ضرورتا مثبت مثبت یا منفی منفی نیست، یه چیزی داره با یه چیز دیگری جا به جا میشه، این وسط یه چیزایی از دست میره، یه چیزایی به دست میاد. حالا یکی ممکنه آخر کار بگه آه اصلا خوب شد، آه اصلا بد شد، اونا دیگه قضاوت ارزشیه، وجه توصیفیش مهمه که ببینیم چه اتفاقی داره میفته. خب؟ پس این خانواده. دادی دومی که بفرما میتونم صحبت کنم؟ بله بله بله. شما میتونی بسی توصیفی، ولی توصیفی این با عبارت مثل فردگرای خودخواهانه شدیدن ارزش اونم بارداره، اونم بارداره، اونم بارداره و دقیقاً تو سنت خاصی نامگذاری شده و در مقابل فردگرایی خودخواهانه گفتم اندیویدوالیزم اگویست، اندیویدوالیزم مورال. اندیویدوالیزم مورال میگه فردگرایی اخلاقی در مقابل، وقتی میگی اینو میگیری شاخصی از فردگرایی خودخواهانه، یعنی تهش نگاه من اینه که توضیح هم دادم همین الان که چرا این نگاهو دارم، که نفس اینی که این افرادی که خودشون مطلوب میدونن پیوند برقرار بکنن نمیتونن به این پیوند وفادار بمونن، نفس این نشون میده که خودخواهیشون بر دیگرخواهیشون غلبه کرده. یعنی نمیتونن چیزی رو که خودشون مطلوب میدونن، اصلا بیرون فشاری بهشون معمولا نیومده ولی نمیتونن نفسش بکنن. ولی شما میتونین یه کسی در یه سنت دیگری بگه اصلا این عالیه، این رهایی فردیه، مثلا بس توی یه چیز دیگه بذاره، در اینچه باز حرف شما بیراه نیست. خودم هم اول کار که توضیح دادم همینو گفتم. یه داده دیگری که اینجا وجود داره و من اونو میگیرم باز تو همین سطح نهادی است، اون مسئله قانونه. خب؟ و اونم اینه تا چه میزان پرونده های قضایی در جامعه شکل میگیره. چرا پرونده های قضایی مهمه؟ به دلیل اینکه پرونده های قضایی رو میگیرم شاخصی از اینی که تا چه اندازه جامعه میتواند مناسبات بین بخش های مختلف خودش رو به صورت مسالمت‌آمیز حل بکنه. یعنی تا چه اندازه جامعه میتواند به گونه‌ای بخش‌های مختلفش با هم رفتار بکند که دچار اختلاف نشود، یا برای اختلافات خودش نیازمند رجوع به دستگاه قضایی و فلان اینا نشود. یعنی به میزانی که تعداد پرونده‌های قضایی در جامعه افزایش پیدا می‌کند نشون میده که جامعه از توان سامان مسالمت آمیز روابط بین بخش های مختلف خودش داره ناتوان میشه. وقتی که نگاه میکنیم به عددش، اینجا دیگه آوردم که دقیق بگم، میبینیم در فاصله سال 1355 تا 1395 تعداد پرونده به ازای هر 1000 نفر جمعیت از 59 رسیده به 200. تعداد پرونده به ازای هر 1000 نفر جمعیت، یعنی متغیر جمعیت توش
لحاظ شده. متوجه هستین چی میگم؟ تعداد منبعش هم یک مقاله است، از یکیش منبعش مقاله است از عباس عبدی 1393، یکیش هم مصاحبه آقای آوایی وزیر دادگستری با باشگاه خبرنگاران جوان. توی این فاصله هم باز من عدداشو آوردم، نسبت در واقع جمعیت کل به تعداد پرونده از حدود 16-17 در سال 53 رسیده به در سال 55 رسیده به 5 در سال 95. ما در سال 95-96 اینا دیدم که مصاحبه کرده بود آقای چیز، آقای لاریجانی انتهای دورش و آقای اجیری هم باید مصاحبه کرده بود، 17 میلیون پرونده قضایی داریم سالانه. خب؟ یعنی با سرعتی بیش از سرعت افزایش جمعیت تعداد پرونده های ما داره افزایش بده میکنه. از 16-17 تا به ازای 1000 نفر جمعیت رسیده به 200 تا به ازای 1000 نفر. توی هر دومونی که تیزه کردیم این سوالی برمشون. بله بله. اینکه ما وقتی میگیم که تعداد پرونده قضایی بیشتر شده، بیشتر از اینکه حالا یه بخش خودشون در اینه که حالا مناسبات قانونی در راحتی قبط رعایت نمیشه، یه بخش دیگه شم یعنی ما داریم اون ساختار قانونیه رو یه جوری داریم انگار نقش شما رو نمیدیم. نه خب اینجا باید وارد چیز بشه. در مورد ازدواج هم سهم این که ازدواج چه نقشی در سازش اجتماعی افراد در جامعه ایفا میکنن داری نادیده میگیم. این فردی که میخواد خودش رو در جامعه برسونه میشه چقدر به ازدواج رو میاره، در چه مقطعی داره به ازدواج رو میاره؟ خب نه من میگم در هر مقطعی داره رو میاره، بالاخره داره رو میاره. خب یعنی خودش داره تصمیمی میگیره که خودش نمیتونه به اون تصمیم وفادار بمونه. ممکنه شما بگی خوبه که به این تصمیم وفادار نمیمونه، ولی من میگم به هر حال خودش داره تصمیم میگیره که خانواده تشکیل بده. درسته؟ یه نقدی در حرف من میتونه این باشه که این تحت مجموعه ای از اجبارهای اجتماعی این تصمیم رو میگیره که وقتی که این تصمیم رو گرفت و رفت در ساختار خانواده میفهمه که عجب غلطی کرده. خب؟ که ما نقش آگاهی فرد، نقش تصمیم فرد در وارد شدن در پروسه ازدواج رو کم کنیم و نقش ساختارهایی که فرد رو میکشونن به سمت ازدواج پررنگ کنیم. این هم تحلیل بیراهی نیست به نظر من. خب یعنی همین چه میخواستیم چه شده، یعنی طرف فکر میکنه تحت فشارهای اجتماعی و اینها که یه چیز دیگری دست پیدا میکنه، بعد میره میبینه که یه چیز دیگری است. اما اینجا هم باید به این توجه داشته باشیم، دست کمش اینه که اون فشارها و اجبارها و اینها دیگه اونقدری کارآمد نیستن که در طول ازدواج هم ادامه پیدا بکنه. چون یه وقتی اونا اینقدر کارآمد بودن که زن خانواده رو گفت میسوزم و میسازم. درسته؟ پس بنابراین حتی در اون حالت هم میتونم اینو بگم که اجبارهای اجتماعی که فرد رو در افراد و در خانواده کنار هم قرار میدار، اینا از بین رفتن و باز منجر به این شدن که فرد جدا بشه از خانواده. درسته؟ باز این گزاره رو میتونم بگم، ولو اینی که سهم بیشتری رو بدم به ساختار و سهم کمتری رو بدم به این کار. خب در مورد پرونده های قضایی دو مورد اصلیش چک و راهنمایی. خب یعنی اینی که آقا قوانین بده و ساختار قانونی درست نیست و اینا در مورد برخی از موارد ممکنه صرف بکنه، ولی در این دو مورد اصلی که حالا درصدشو الان دقیق تو ذهنم نیست که بهتون بگم، ولی درصد بالاییه که چکه و پرونده و راهنمای رانندگیه، اتفاقا خیلی تایید میکنه که آدم ها یاد نگرفتن به حقوق دیگران احترام بگذارن. یعنی بخوام نظری تر بگم، اون نظام های ارزشی قدیم که بر مبنای دین، بر مبنای سنت، بر مبنای نمیدونم یه تاریخ زیسته، اینها بخش های مختلف جامعه رو کنار هم قرار میداد
نظام‌های اخلاقی معینی درست می‌کرد که افراد بر مبنای اونها رفتار می‌کردند، اونها در بسیاری از بخش‌های جامعه فرو ریختن. یعنی دیگه این که دین میگه آقا حفظ خانواده مهمه، طلاق مکروهه و شماها خوبه که خانوادتون رو نگه بدارین و اینها، در یه بخش بزرگی از جامعه کار نمی‌کنه. اینی که آقا وفای به عهد حول میدیم چکه تو سر اونو پاس کن، نمیدونم حقوق بقیه رو رعایت بکن، اصلا پول دیگری رو نزد خودت نگه بدار، این دیگه کار نمیکنه. بخشیش اینی که افراد نمیتونن درست پیش بینی بکنن، یه بخشیش اینه که آقا طرف واقعا چک کشیده و فکر میکرده میتونه بده ولی نمیتونه بده به دلیلی که پیشبینیش غلطه. خب ولی یه بخش بزرگیش این نیست. اساساً در بازار اینی که تو پول بقیه رو نگه بداری پیش خودت تبدیل به یه فرهنگ شده. چرا؟ چون سودآوره. حتی دولت با همین فرهنگ کار میکنه. یعنی چی؟ یعنی آقا شهرداری باید آتومن پول بده به پیمونکاراش که براش کار انجام دادن. کار میده به پیمونکارا، این پیمونکارا کار انجام دادن. باید مثلا 1,000,000,000,000 تومان پول مثلا الکی دارم عدد میدم بده به این پیمونکارایی که براش کار انجام دادن، جمعشون نمیده. باید زمان آه پول رو بهش بده آخر آبان، دیگه نمیدن آخر آذر میدن. یک ماه پول رو نگه میداره مثال، دیگه پخمه باشه میذاره توش دیگه بانک. خب بعد از یک ماه او 1,000,000,000,000 شده 1,100,000,000,000 تومان 1,050,000,000 تومان ولی بدهی همونقدر مونده. پس شهرداری با یه ماه پول ملت رو پیش خودش نگه داشتن یه گوشه از زخمش رو میتونه پر بکنه. و اساساً بدهکار نگه داشتن بقیه یکی از مکانیزم های همه ساخت فروش ها. میان از اینجا از اونجا از اینجا جنس میخرن فروش نمیده. خب بدهکار همه بقیه هم همین کار میکنن. یعنی یه چرخه بدهکار نگه داشتن بقیه اساساً تبدیل به فرهنگ چیز شده، تبدیل به فرهنگ کار شده. فردا میدم، آقا پس فردا میدم، آقا فلان میدم. خیلی موقعی نیست که اصلا نداشته باشه. میگه آقا تا هر چی پول دست خودمون باشه باش کار میکنم، سود میکنم، اونم میندازم عقب. یعنی یه نظام ارزشیه که جایگزین یه نظام ارزشیه دیگر شده. یه جای دیگری هم اصلا فکر نمیکنه. میگه آقا اصلا بشه بدهکار بشه پاس نشه، حالا تو بری شکایت بکنه و بخواد به نتیجه برسه و فلان اینا، حالا بالاخره تو موقع ما می فکر میکنیم بهش میدیم. اصلا اون فرهنگی که میگفت آقا من حرف و تار سیبیل مثلا ارزش داره، مرد سرش بره حرفش نمیره، نمیده میدونی میگم یه نظام ارزشی و یه نظام ارزشی دیگه جایگزین میشه. پس میخوام بگم اون فرهنگ از بین رفته. به جای او فرهنگی در مثلا حالا جوامعی که بهتر تونستن پیش برن اینا چی اومده؟ قانون اومده. آقا یه میثاق اجتماعی هست به اسم قانون، هممون به او حالا اگر اخلاقیاتی هم نیست یا هست، اگر فرهنگی هم نیست یا هست، بالاخره هممون کفش اینه که به او قانونه دیگه پایبند باشه. ولی نشون میده که به اونم وفاداری به اون جایگزینه وفاداری به ارزش‌های قبلی نه. حالا دو تا دلیل گفتیم که این فرهنگ کهنه افزایش پیدا کرده. یکیش همون طلاق بود. چند تا تو این جلسه بودنیم گفتم. خب گفتیم که این آمار طلاقه یه تبیین ارائه کردیم برای اینکه چرا این طلاق بیشتر شده. این چقدر مبتنی هست بر حالا به هر کسی که طلاق در واقع دو طرفی که اصلا طلاق میگیرن خودشون یه دلیل دارن برای طلاق گرفتن. من یه داده خیلی خام نمیدونم چقدر معتبر دیده بودم درباره همین طلاق که مثلا درصد بودن بالاتر از 50% برای طلاق رو همون مسائل جنسی در واقع عنوان کرده بودن. مثلا این ارتباط این مثلا اگه موثق باشه این مسائل جنسی با اون فرد گرفتن یعنی طرف بینید ارتباطش اینه که تو مدام با یه مجموعه ای از نیازها روبرو میشی، روبرو هستی،
که آدم‌ها رو به لحاظ جنسی هایپر اکتیو و هایپر آگاه و هایپر خواهان کرده. خب انواع و اقسام مدیاها، اصلا انواع و اقسام نمیدونم فضاهای ذهنی فلان اینها، و خب این وقتی که وارد میشه اساساً عینیت رابطه با اون ذهنیتی که مدام داره از طریق مدیا و فلان و اینا براش تصویر سازی میکنه از رابطه جنسی اصلا نمیتونه بر هم منطبق بشه. ها؟ چون شما تو فیلم، تو نمیدونم فلان، تو فلان، تو مدیا مجازی غیر مجازی فلان اینا مدام با یه تصاویری از رابطه جنسی و فلان و اینا رو به رو هستی و مدام یه اشکالی از نیاز داره تولید میشه، خب؟ که اصلا در واقعیت ابجکتیو رابطه به هیچ کدوم از اونا نمیتونی دست پیدا کنی. حالا اینجا دو راه وجود داره، یا تو مجموعه از ارزش‌های دیگری برات وجود داره، یه چیزای دیگری در این رابطه برات معنا داره، یه دیگری در این رابطه برات معنا داره که به نفع اون دیگری که تو دوستش داری، عاشقشی، برای اون اصلا ازدواج کردی، اینها از این نارضایتی در رابطه میگذری، یا اینه که میگی اصلا این برای من اصله و اصلا از هیچ چی نمیتونم بگذرم و میرم جدا میشم. یعنی اینجا فردگرای خودخوانه رو انتخاب، یعنی طرف نیاز فردی خودش رو اولویت میده بر اینی که بتونه یه جوری مسئله رو حل بکنه و اصلا تصویر اون فضایی که مکرر برای تو نیاز میسازه و فلان و اینها نشه. حالا من از این بالاترش رو میتونم بگم، اساسا تو رابطه های مثلا فردی و اینها، این رو خواستم آخر بگم ولی حالا همین الان میگم، این ماجرای موقتی سازی و فلان و اینها یه بخش دیگریشه. یعنی شما اونقدر مواجهه با عرضه تنوع و تکثر و اشکال مختلف رابطه و فلان و اینها که اصلا یه رابطه پایدار دراز مدت یه چیز بورینگ بی خودیه که اصلا دلیل نداره توش وارد شه. در نتیجه می‌بینی مدام روابط موقت و موقت و موقت میشه. حتی روابط دوستی هم موقتی سازی میشه. یعنی تو دیگه اصلا پیوند دوستی هم برات میشه یه چیز بورینگ خسته کننده تکراری که تو مدام دنبال یه چیز جدیدی، مدام دنبال یه چیز متفاوتی، مدام میخوای تجربه بکنی. و این در چه باعث میشه هی اشکال هارشتر رابطه شکل بگیر. دیگه مثلا چند دارم وان نایت استند و فلان اینا که واقعا هست الان، نمیدونم چقدر رواج داره، ولی وقتی کانسپت میاد مشخصه که یه چیزی هست که برای نامگذاری یه واقعیتی داره کانسپت میاد. متوجه هستیم؟ میخوام بگم که البته که اینا واقعیتش بسیار پیچیده است. یعنی یه بخشی از این نارضایتی جنسی و فلان اینا برمیگرده به عدم آموزش، برمیگرده به اینی که افراد در نظام آموزشی مهارت‌های لازم رو کسب نمی‌کنن، اصلا بلد نیستن. اینا هم توش موثره، من نمیگم همش فقط یک علت، اونم فردگرایی خودخواهانه، خب؟ ولی میگم اون هم درش موثره. چجوری میتونیم دقیق تعیین کنیم که حالا اون چقدر توش موثره و یکی چقدر توش موثره؟ اینا خیلی باید پژوهش‌های جزئی میدانی دقیق انجام بدیم که بتونیم سهم هر کی از اینا رو جدا بکنیم. خب و واقعیت هم اینه که تکاملی نیست. اما وقتی اینا رو توی یه پازل ترکیبی قرار میدم میتونم دست کم بفهمم که ببین اینی که همزمان هم طلاق داره زیاد میشه، هم هر روزهای قضایی داره زیاد میشه، هم اعتمادت کم میشه، هم احساس دیگری غیر اخلاقی زیاد میشه، هم امید به آینده داری کم میشه، هم فسادت داره زیاد میشه، این پکه همش در کنار هم به من اجازه میده که یکی رو در کنار دیگری معنی کنم، یکی دیگر رو به کمک دیگری معنی کنم، یک منظومه بسازم. منظومه این منظومه مثلا رایش میگن این ستاره هاش همه کنار هم دیگن، شاید ضرورتا حتی ربط علی معلومی هم با هم نداشته باشه، ولی وقتی نگاه میکنی منظومه رایشیری میبینی.
همش با هم یه معنای مشترک بهت منتقل میکنه. میخوام بگم وقتی اینا رو همه میذارم کنار هم دیگه، این اجازه رو دارم که به یکی در کنار اون یکی معنا بدم، به اون یکی در کنار اون یکی معنا بدم، به اون یکی در کنار اون یکی معنا بدم، همه رو با هم یه منظومه ببینم. یکی دیگه ممکنه همینا رو توی یه منظومه دیگه آرتیکولیت کنه، یه چیز دیگه ازش بفهمه. میفهمی چی میگم؟ میخوام بگم یعنی همین چون میدونی به یه معنای دیگری واقعیت بیرون آشوب. یکی داره از او برای خیابون رد میشه، یکی داره نمیدونم تلویزیون میفروشه، یکی داره رو زمین یه چیزی رو برمیداره، یکی دیگه داره میره خونه شون، بیاتی پنچر شده، نمیدونم این برخص در ابتدای اون کتابش همینا رو همینجوری دستبندی میکنه دیگه. میگه مثلا مجموعه همه گوزنهای شاخدار، مجموعه انسانهایی که دارن به سمت شرق میروند، مجموعه آدمهایی که کاپشن سیاه پوشیدن. میدونی؟ میخوام بگم من میتونم واقعیت رو هزار جور دستبندی بکنم که اصلا معنایی داشته باشه یا نداشته باشه. مجموعه پسرهای سیبیل کلوف، مجموعه نمیدونم کلوف، در نتیجه یه بخشی از اتفاق داره تو ذهن ما میفته. یعنی این منم که دارم این داده ها رو اینجوری مرتب میکنم و این بخش هایی از واقعیت رو میچینم کنار هم دیگه و بهش معنا میدم. یکی دیگری از اون واقعیتی که پر از دامه، من الان مثلا در این کل این تحلیلی که به شما ارائه دادم، مجموعه انسان هایی که روزانه به سمت شرق میروند درش اهمیتی نداره، اصلا بیرون میگردیدون. مجموعه نمیدونم آدم هایی که در سطح آشغال دنبال زباله میگردن هم توش نداره، در صورتی که یکی دیگه ممکنه توی منظومه دیگری این مجموعه آدم هایی که در سطح آشغال دنبال زباله میگردن بسیار برش مهم بشه. میخوام بگم چی بگم؟ میخوام بگم در نتیجه یه بخشش اینه که این منظومه رو داریم ماها میسازیم. خب باز اول درسی اولم گفتم، ولی مهم اینه که بتونیم موجه و مستدلش بکنیم. من میگم من وقتی که همه اینها رو اینجوری کنار هم دیگه قرار میدم، میتونم به شما بگم که دست کم یکی از روندهایی که در جامعه ایران میتوان شواهدی برایش دید، روند حرکت به سمت رشد فردگرایی خودخواهان است. آیا روندهای دیگری وجود ندارد؟ حتما وجود دارد. آیا تنها عامل رقم زدن پدیده‌های اجتماعی در ایران فردگرایی خودخواهانه است؟ بدیهی است که خیلی. آیا تنها عامل همین پدیده‌هایی که من سرش صحبت کردم فردگرایی خودخواهانه است؟ بدیهی است که خیلی. خب؟ ولی به عنوان یکی از عوامل مهم بر اساس این شاخص ها میتونم روش انگشت بزنم. خب؟ حالا کم تو جاهایی که ارائه میدم آدم ها اینقدر سوال مبنایی میپرسن، ولی خوبه، یعنی خیلی اتفاقا خوبه که شما برمیگردیم عقب و به چیزش فکر میکنم، به این پس پشتی گزاره ها فکر میکنم، ولی معمولا جاهایی که بحث من ارائه میکنم اونیا اینجوری آدم رو به چالش نمیکشن که آدم مجبور بشه بره هی پس پشتش رو بگه بعد هی خودش هم لو بده. از شاید حضور شما که تو همین زمینه حالا نمی یه ابهام برای خودمه که ما این موضوع رو می‌ذاریم وسط و می‌خوایم توصیفش کنیم و فقط ابزاری که به کار گرفتیم فردگرایی خودخواهان است. خب ممکنه اون توصیفی که ما از اون اتفاق داریم کنیم مثلا طلا مثلا توصیف درستی نباشه، یعنی شما این توصیف هایی که گفتین در رو گفتین خب مثلا خیلی چیزا ارزش زدایی شده. من دارم میگم اگر یک جور دیگه نگاه کنیم اتفاقا اومده یه سری ارزش های دیگه روش گذاشته. خب منم که اینو گفتم، من گفتم در مقابل مثلا اون نظام سنتی که ارزش رو میداد به پیوندهای خانوادگی، به نمیدونم حفظ خانواده فلان اینا، ای بسا الان دختری که میره طلاق میگیره یا پسری که میره طلاق میگیره جسورتر، جنگنده‌تر، آزاده‌تر، مستقل‌تر بتونیم این صفتها رو بهش نسبت بدیم. خب درسته، من هم میگم چون منظومه اون توصیف که ما از این اتفاق ارائه میدیم مثلا ممکنه توصیف کامل و درستی نباشه که بعدش بیایم ازش استفاده کنیم بگیم پس این به خاطر ادله هایی که آوردن فردگرایی خودخواهانه داره تو جامعه بیشتر میشه. آره، مثلا کسی که
اونجوری تحلیل میکنه، میگه اتفاقا جامعه ایران به شتاب داره به سمت آزادی میره، میتونه اینجوری بگیم دیگه، و از تمام قید و بندهایی که آزادی رو از پیش پای بشریت گرفته یکی پس از دیگری داره زنجیرها رو میشکنه و این آزادی است که داره محقق میشه. میدونی چی میگم؟ میتونه اینجوری هم تفسیر بکنه. منتها من میگم اولا یه بحثی وقت باید بشه سر خود من آزادی، که بسیاری اتفاقا دارن در مورد این صحبت میکنن که آزادی زمانی آزادی کسی از قدرت خودش نتونه استفاده بکنه برای سختی به دیگری، و اتفاقا اگر شما میبینید در یک جامعه خشونت زیاده یا در جامعه افراد به هم اعتماد ندارن، احساس تبعیض زیاد میکنن، فساد زیاد میکنن، اینا نشونه هایی که اون جامعه آزاد نیست، چون یه عده ای آنچنان قدرت دارن که میتونن علیه بقیه خشونت کنن و علیه بقیه نمیدونن فساد بکنن و فلان اینها، و یه عده ای اصلا قدرت ندارن. یعنی وقتی مثلا من شاخص فقر رو میارم وسط، این جمله مشهور راسل میگه اقتصاددانان ما میگن که انسان ها چگونه انتخاب میکنن، جامعه میشناسن ما میگن که چگونه انسان ها هیچ انتخابی ندارن. خب یعنی من وقتی اونو هم میارم وسط، میگم آقا اصلا 40% جامعه زیر خط فقر مطلقه، پس اگه کسی بیاد یهو یه فکت برای من بکشه بیرون بگه این جامعه داره به شتاب به سمت آزادی میره، میگم صبر کن، این جامعه ای که این نداره بخوره، نمیدونم خونه نداره، زندگی نداره، من تردید دارم به سمت شتاب به سمت آزادی بره. خب به همین دلیل که میگم اتفاقا من تک عاملی تحلیل نمی کنم، راجع به فقر حرف زدم، راجع به طلاق حرف زدم، راجع به تردید و قضایی حرف زدم، راجع به همه اینا دارم حرف میزنم. خب میگم منتها من نمیگم عامل فقر فردگرای خودخواهانه است، کجا همچه حرف زدم؟ گفتم مجموعه این عوامل وقتی که در کنار هم قرار میگیرد، یعنی فرد جامعه مواجهی که مدام داره فقیر و فقیر فقیر تر میشه، از اون طرف داره احساس فاجعه میکنه، از این برن میبینه همه دارن میبرن و میخورن و اینا، به این سمت سوق داده میشه که خودش هم بار خودشو ببره. من اینجوری توضیح دادم، پس فقره یه عاملیش بود، از بین رفتن ارزش ها و نظام های سنتی و اینا یه عاملیش بود، نمیدونم نهادینه نشدن قوانین یه عاملیش بود، حالا موقتی سازی و اینا بعدم جلسه اول بوده، حالا دارم همینجوری ادامه میدم. همین موقتی سازی یکی از عواملیش، حالا توضیح میدم تو ساختار مختلف چجوری اتفاق افتاده. بنابراین اصلا تحلیل تک عاملی بسیار تحلیل مزخرفیه، در تمام جامعه شناسی رد شده. یکی دیگه از عواملی که فردگرای خودخواه شکل میده، حالا برای جواب شما داده باشم، موقتی سازی است. موقتی سازی یعنی چی؟ موقتی سازی رو تو حوزه های مختلف میشه بهش پرداخت، در روابط اجتماعی، در روابط اقتصادی، در مسکن، در محل سکونت و و و اینجوری میشه اضافه. خیلی ساده است، موقتی سازی یعنی اینی که به جای پیوندهای پایدار اجتماعی را پیوندهای موقت و ناپایدار میگیره. خب این کلیت موقت است. و در یک دوره هم بحث موقتی سازی در ادبیات عموم انسانی اومده و جدی شده و بحث شده باشه. اونم چه دوره ایست؟ دوره ایست که در غرب ما تا سالای 1960-70 اینا سیستم نظامات صنعتی یه فرماسیون دارن، از دهه 60 فرماسیونشون عوض میشه، دهه 60 میلادی فرماسیونشون عوض میشه. فرماسیون نظام های صنعتی تا دهه 60 فرماسیون کار در سازمان های صنعتی معمولا بزرگ بود که کار هم درش کار دراز مدت بود، بهش میگن سیستم فوردیستی. کارخونه فورد نمادشه، فورد ماشین فورد که یک مجموعه کارخونه بسیار بزرگ بود که تولید ماشین میکرد و آدمها در این کارخونه میرفتن استخدام میشدن، 30 سال کارمندش بودن، بعدم بازنشست میشدن و اون کارخونه بزرگ هم با همون سیستم فوردی تولید میکرد، خط تولیدهای خیلی بزرگ بود، یکی در میذاشت، یکی نمیدونم فلان میذاشت، یکی فلان میذاشت، اینا همینجوری خط مونتاژ بزرگی وجود داشت، قطعات کارخونه بخشای مختلفش کنار هم بود،
حتی مسکن کارگرا هم نزدیک به همون محل کار پایه‌گذاری میشد. ما برخی از اشکالش رو هنوز تو ایران داریم دیگه. دیدین مثلا تو شمال میریم میبینیم مثلا زده فلان کارخونه، بعد مثلا زده مجتمع مسکونی فلان کارخونه. ها در تهران مثلا اکباتانو که درست کردن، بگم اکباتان دیگه ها، که برای ایران خودرو و فلان اینا درست کردن، حالا مطمئن نیستم. ها شرکت ایران خودرو یا شرکت ایران خودرو مثلا، حالا اکباتان مطمئن نیستم، الان شک کردم. شرکت سازی میکردن خلاصه که حد، یعنی میخوام بگم اینقدر ثبات وجود داشت که نیروی کار رو به دلیلی که هزینه های رفت آمدش و فلان و اینا هم کاهش بدن، نیروی کار رو همون کنار در واقع کارخونه ساکن میدادن و حتی خیلی موقع ها خود فضای کار امکانات دیگه هم فرام، مثلا معد کودک چیز داشتن، معد کودک کارخونه هم داشتن. مثلا من خودم که بچه شهرستانم یادم که مثلا خود من یه کارخونه بود، کارخونه قند، این کارخونه قند کودکستان داشت. ما هم پدر من هیچ وقت کارمند و کارخونه نبود، ولی چون کودکستان موجود بود ما رو هم میفرستادن کودکستان کارخونه. خب اینا مال همون نظامی بود که درش کارخونه به عنوان یه محیط بزرگ وجود داشت، نیروی کار در اون حضور داشت و به مدت طولانی 30 سال درش کار میکرد و بعدم بازنشست میشد و تموم شد. تا دهه 60 میلادی فرماسیون اصلی کار اینجوری بود. خب حالا اونایی که تو کارخونه بودن اینچنین کار میکردن، اونایی هم که تو بوروکراسی بودن همینجور بودن. این بوروکراسی هم یه نظام باثبات دائمی بود که طرف میرفت مثلا میشد کارمند اداره پست، کارمند اداره بعد 30 سال درش کار میکرد، بعد بازنشست میشد میومد بیرون. ها که همه ماها تو پدرانمون کم و بیش تو همین نظام کار کردن و چیز داشتن. در ایران هم کم و بیش همین ماجرا بوده. حالا اون بخشی که دیگه سیستم ما کشاورزی بوده که دیگه خیلی بیشتر، کشاورزی دیگه وابسته به زمین، نسل در نسل آدم ها کشاورز بودن، پدر، فرزند، فلان اینا، و اونم باز یه ثباتی درش موجود هست. خب از دهه 1960 به این بعد یه تحول بسیار مهمی اتفاق میفته که امروز به عنوان همین انعطاف پذیری نیروی کار، به عنوان همین نمیدونم رو بهبود فضای کسب و کار، به این اسما اسم روش میذارن. و واقعیت هم یکی در دوره دو دسته به این نظام حمله کردن. یه دسته اتفاقا از موضع دموکراتیک حمله کردن به اون نظامات فوردیستی. یعنی بحثشون این بود که آقا این نظامات شغلی شکل گرفته، این کارخونه های آهنینی که فرد صبح تا شب مجبور زندگیشو تو اونا بگذره. و دیگه همین فیلم چیزو دیدیم از جدید چال چاپلین، دیگه نماد انتقادات دموکراتیک به اون سیستم فیلم از جدید چال چاپلینه که میگه آقا فرد دچار الیناسیون میشه، دیگه معشوقش هم که میاد میخواد رو پیچ و موره رو تنش صفر بکنه. ها یعنی کاملا فضایی کارخونه همه چیزشو اشغال کنه. یه عده دیگری هم که به این نظام حمله کردن از موضوع راست و محافظه‌کارانه حمله کردن، گفتن آقا اینی که شما سرمایه رو مجبور میکنی که با اینا قرارداد دائم ببنده تا آخر عمر گیره ای بیفته، اصلا بهره وریش مهم نباشه، آزادی سرمایه رو سلب میکنی فلان اینها، این مانع از رشد تجارت و رشد و فلان رشد سرمایه و کسب و کار و فلان ایناست. خب پس دو گروه حمله کردن با دو هدف مختلف. یکیش میخواست آزادی بیشتر برای نیروی کار واقعا بر مقام بیاره، یکیش میخواست آزادی بیشتر برای سرمایه بر مقام بیاره. ها که او برای بهشون گفتن نولیبرال ها، این برایشون بهشون گفتن سوسیالیست ها یا چپ ها یا چپ های نو یا هرچی بر خود غرب میگه ما. ولی ثمرش چی شد؟ ثمرش این شد که در دهه 70 و 80 و اینها به همراه انقلابات تکنولوژی هرچه بیشتر اون نظام مبتنی بر کارخانجات بزرگ از بین رفت، کار تبدیل شد به مجموعه از پروژه های خردخورد جداگونه موقت که با نیروهای کاری که در هر جایی که میتونست پیدا بکنه با اونها وارد قرارداد میشد. و اساساً یه چیز مهمی هم که به ادامه زد این بود که سرمایه میگشت نیروی کار ارزون رو پیدا بکنه. سیستم فوردیستی با اون کارخونه مستقر و فلان اصلا بهش اجازه نمیداد.
ولی در اون سیستم وقتی فلکسیبل شد و آزاد شد، این اصلا منتقل کرد به چین، منتقل کرد به فیلیپین، منتقل کرد به نمیدونم اندونزی. گفت آقا اصلا هر جا که نیروی کار ارزون تره من دم دست کار میبرم همونجا و دیگه نمیخوام یه سیستم ثابت اینستال همیشگی که کنارش هم برای نیروی کار خونه بساز و بعد مهد کودک بساز و بعد حتما بیداری درست بکنه. واقعا اینا بودا در اون سیستم. نه آقا ما اصلا موقت لازم بود میریم فیلیپین، لازم بود میریم اندونزی، لازم بود میریم فلان. پروژه ها موقت، من اصلا مسئولیت دائم نمیپذیرم. بنابراین همون نقد رادیکالی که چارلی چاپلین میکرد یه جوری ناخواسته اونم همدست شد تو اینی که نتیجهش بشه آقا یه فضای گفت آقا آزادی میخوای، آزادی بهت میدیم، اصلا نمیخواد بیای سر کار، هر وقت دلت میخواد بیا، پروژه بر قرارداد میبندم، هر وقت انجام دادی انجام بده. ولی همراه این آزادیه یه چیزایی هم از دست رفت. چی از دست رفت؟ یک تعهدات سرمایه به نیروی کار، یعنی اینی که تو قرارداد دراز مدت ببندی، بیمه بدی، سنوات بدی، فلان بدی. دو، امکانات تشکلیابی نیروی کار. امکانات تشکلیابی کجا فراهم میشد؟ جایی فراهم میشد که یه ثباتی وجود داشته باشه دیگه. یه جایی تو 5 سال، 6 سال، 10 سال کار بکنی، بتونن 4 نفر کنار همدیگه تشکیل بدن، یه سندیکایی درست بکنن، یه تشکلی درست بکنن. به دنباله که این امکان از بین رفت، چی از بین رفت؟ امکان مذاکره چهانه زنی، امکان دفاع نیروی کار از خودش. چه ربطی داره با فردگرایی خودخواهانه؟ ربطش اینه که پیوندهای اجتماعی که در محیط کار به وجود می اومد سست و سست و سست و سستتر شد. منافع مشترکی که نیروی کار میتونست بین خودش ایجاد بکنه و بر مبنای اون منافع مشترکی کلیت‌هایی بسازه، اونا از بین رفت و ما مواجه شدیم با یه فضایی که نیروی کار ایزوله شده جدا از هم کاری نمیتونست بکنه جز این که هر کسی منافع خودش رو دنبال بکنه، چون اساساً یه پیوندی در محیط کار ممکن نبود. متوجه هستی؟ این کلیه، حالا بیایم تو ایران ببینیم چه اتفاق افتاد. در ایران فعلا دارم راجع به موقتی سازی حرف میزنم، فقط تو محیط‌های کار. در ایران این کتاب کارگران این طبقه، توان چانه‌زنی کارگران در ایران پس از انقلاب، علیرضا خیبرایی، تز دکتریش بوده. کار بسیار خوبی است. به دقت اومده این مسئله رو تحلیل کرده تو کار. منبع منم بخش نظریش که حالا بخشای نظریه، ولی بخشی از چیز منبع من اینجاست، بخشی از داده هایی که دیدم اینا منبع من. و اصلا اینا هم اضافه بکنم قبل از اینکه وارد ایران بشم، یک تیپی به وجود اومد در اثر همین فرآیندی که گفتم در جهان که اسمش رو گذاشتن پروکاریا. پروکاریا ترکیبی بود از واژه پرکر، پرکر به معنی بی ثبات، پرکرس یعنی بی ثبات بودن، بی ثبات سازی، بی ثباتی اینها، و پرولتاریا. یعنی اومد نظریه مارکس رو که میگفت یه پرولتاریایی وجود داره اون پایین که تحت سلطه سرمایه دار و فلان اینا هست، ترکیب کرد با این وضعیت جدید که نیروی کار بی ثبات شده و اسم او رو گذاشت پروکاریا و گفت اصلا پروکاریا یه تیپ جدیده. پروکاریا کیه؟ پروکاریا بی ثبات کاره. خب پروکاریا یعنی همین نیروهایی که امروز یه جا هم، فردا یه جای دیگه، پس فردا یه جای دیگه، هیچ وقت به ثبات کاری نمیرسن، هیچ وقت پیوند ثابت پیدا نمیکنن و مدام عین عشایر کوچ میکنن از یه محیط کاری به محیط کاری دیگه، از یه جا به یه جای دیگه و هیچ وقت به ثبات نمیرسن. در ایران چه اتفاقی؟ در ایران تا پایان جنگ بیش از 90% نیروی کار از قراردادهای دائم استفاده میکرد و از قراردادهای دائم برمی‌آمد. اگر این سریال زیر تیغ رو یادتون هست،
زیر تیک بود عنوانش، یکی یادش هست که پرویز پرستویی بازی میکرد و توی یه آتیلا پسیانی بود و پرویز پرستویی بود، پرویز پرستویی زد آتیلا پسیانی کشت بود، لبه یه تیغ بود، زیر تیغ فرق نمیده، زیر هشت اون چیزی که تو اون سریال بازنمایی میکرد، ولی اونایی که یادشونه، داستان این بود دیگه که یه محیط کارخونه ای بود که این پرویز پرستویی و آتیلا پسیانی هر دو کارمند کارگرای اون کارخونه بوده و توی یه لحظه عصبانیتی سر یه چیز خیلی مسخره اینا توی رختکن کارخونه با هم دعواشون شد و پرویز پرستویی هول داد پسیانی رو، خلاصه افتاد مرد و این تبدیل شد به یه ماجرایی توی خانواده اینا و دیگه کل داستان در و اون اینا هم دختر این میخواست پسر او رو بگیره و اینا میخواستن با هم ازدواج بکنن و دیگه این که زد او رو کشت این مشکل شد ازدواج کردن و اینا، و خلاصه داستان رو این مبنا پیش میره. حالا چیش برای ما مهمه؟ اون فضایی که اون نشون میده تو اون سریال دقیقا همون فضای فوردیستیه، یعنی فضای شغلی هست که درش ثبات وجود داره، آدم‌ها روابط کاریشون آنچنان پای داره که از روابط کاری میرسن به روابط خانوادگی، یعنی طرف در محیط کار اینقدر کنار هم بوده 20 سال زندگی کرده و بعد محل زندگیشون هم نزدیک به محیط کاره و همسایگی به وجود اومده، محیط کار با محیط زندگی پیوند خورده، بعد رفتن از تو محیط کار میخوان با هم ازدواج بکنن، یعنی میخوام بگم روابط اقتصادی از روابط اجتماعی جدا نیست، بلکه روابط اقتصادی داره در دلش روابط اجتماعی هم شکل میگیره، هم به لحاظ محل سکونت و همسایگی و هویت محلی و فلان و اینها، هم به لحاظ روابط خانوادگی که اون میخواد از اون بچه بگیره فلان اینا، از اون زن بگیره پسر بده که میدونم به اون بده ازدواج بکنه این. و اونجا اتفاقا نشون میده که حتی یه حادثه ناخواسته مثل قتل غیر عمد اینقدر قدرت نداره که در نهایت بتونه این پیوندهای اجتماعی رو از بین ببره، یعنی نشون میده که این پیوندهای اجتماعی چقدر مستحکمه، یعنی آخرش اینا به نفع تداوم خانواده و تداوم این ازدواج و فلان اینا، این ماجرای حالا یه میانجیگری هم بزرگتر میکنه و فلان اینا، از تمام این ماجرا میگذرن و برمیگردن به روال سابقشون. خب تا پایان جنگ سیستم حاکم بر نظام قراردادی ما قالبش اونه. یه چیز دیگری هم که هست، تا سال باز 55 اینها داده ها نشون میده که پراکندگی نیروی کار در جامعه ما بین سه بخش صنعت، خدمات و کشاورزی این گونه است که حدود 50% کشاورزی است، حدود 30% صنعت و حدود 20% هم خدماته. حالا اگه باز بخوام دقیق بگم که شاید نشه، الان اینجا بهتون میگم که دقیق عددش چیه. در سال 55 34% کشاورزیه، نه بذار بینم، 34% کشاورزیه، 34% صنعت، 30% خدماته، نسبتش چیزه، نسبتش تقریبا مساویه. این نسبت در سال 98 کشاورزیش میشه 19%، یعنی نزدیک 15% از کشاورزیش کم میشه، صنعتش 32%، یعنی در همون اندازه قبلی مونده و خدماتش رسیده به 50%، 49% خدمات. خب یعنی سهم بخش کشاورزی ما کم شده، سهم صنعت ما ثابت مونده، سهم خدمات افزایش بوده و اساساً بخش خدمات بخشی است که بیشتر امکان موقتی سازی و گسیختگی درش وجود داره در مقایسه با کشاورزی، چون کشاورزی پیوند داره با زمین و تو خواه ناخواه وقتی قفل شدی رو زمین دیگه تو روستایی با ساخت روستایی و یک جانشینی و فلان اینا گرفت خورده، کم شدن از درصد کشاورزی و افزایش خدمات خودش یکی از عواملی است که این گسیختگی رو در این کار
همش دارم میگم در رابطه با موقتی سازی و عوارضش و دارم باز پیوند میدم با اون فردگرایی خودخواهانه برای که توضیح بدیم در یک کلیتی که بحرانهای امروز جامعه ما داره از کجا میاد. ها بحث اصلیمون این بچه الکی روی این جزئیات وای نمیستم، میخوام بگم که چرا بخشای مختلف جامعه دارن به سمت گسیختگی میرن، ها چرا نمیتونن دیگه با هم پیوند برقرار بکنن و هرچه بیشتر این بی‌اعتمادی و دوری از همون اینها بینشون تقویت میشه. خب گزارش هایی که اینجا رفرنس هاشو دقیق آورده میتونم هم بهتون بگم، میگن که تا سال 1369 بیش از اینا دیگه نگاه بکنیم، میگه که در شهریور ماه سال 93 زیر رونمایی از یکی از طرح‌های خود درباره سامان دادن به وضعیت قراردادهای موقت با عنوان طرح تأمین امنیت شغلی کارگران و تأمین امنیت سرمایه‌گذاری کارآفرینان به تلویح اعلام کرد که بیش از 93% از قراردادهای منعقد شده در بازار کار ایران قراردادهای موقت یک ماه، سه ماهه و بعضاً یک ساله است. وزارت رفاه اعلام کرد. خب یه جای دیگه هم رفرنس میده به مصاحبه احمد توکلی که اونم میگه که تا سال در واقع 69 بیش از 92% نیروی کار در ایران قراردادهاش قراردادهای دائم. در قانون کار ما یک در واقع چیزی وجود داشت، یه عبارتی وجود داشت که این عبارت بسیار سرنوشت سازی شد در سرنوشت نیروی کار و اون این بود که گفته بود در ماده 191 قانون کار ما میخوام ببینیم که چجوری اتفاق میفته. میگه کارگاه های کوچکی کمتر از 10 نفر را میتوان بر حسب مصلحت موقتاً از شمول بعضی از مقررات این قانون مستثنا کرد، یعنی قانون کار. تشخیص مصلحت و موارد استثنا به موجب آیین‌نامه خواهد بود که با پیشنهاد شورای عالی کار به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید. از این بند که در قانون کار مصوبه 1369 وجود داشت در سال 1378 نخستین بار استفاده کردن، نه ببخشید، نخستین بار در سال 1375 استفاده کردن، یک قانونی تصویب کردن با عنوان قانون معافیت کارگاه‌ها و مشاغل با 5 نفر کارگر و کمتر از شمول قانون کار. خب که اومدن کارگاه‌هایی رو که 5 نفر کارگر و کمتر داشتن از شمول قانون کار به صورت موقت از شمول قانون کار خارج کردن. معنیش چیه؟ مهمترینش این که دیگر لازم نیست قراردادهای دائم با در کارگاه‌هایی بسته بشه که زیر 5 نفر کارگر دارن. خب و حقوقی هم که قانون کار بر اونها مترتب می‌دانست دیگه بر این کارگاه ها مترتب نه. این قانون در ادامهش میگه هیئت وزیران در سال 81 بر اساس ماده 191 قانون کار و به پیشنهاد شورای عالی کار، یعنی با تایید نمایندگان کارگری کشور که راجع بهش صحبت خواهم کرد، مصوبه ای را با عنوان آیین‌نامه معافیت کارگاه های کوچک دارای کمتر از 10 نفر کارگر از شمول برخی از مقررات قانون کار موضوع ماده 191 قانون کار تصویب کرد. در سال 81 این 5 نفر رو کردن 10 نفر. ها یعنی اوضاع بدتر شد. قبلا میگفت 5 نفر و کمتر، بعدن کردش 10 نفر و کمتر. اهمیتش چیه؟ اهمیتش اینه که میگه وزیر تعاون کار و دفاع اجتماعی دولت وقت در سال 95 در گزارش خطاب با مقامات رسمی اعلام کرد که 85% از شاغلان کشور در بنگاه‌های زیر 10 نفر مشغول به کارند. یعنی یه قانونی رو که عوض کردن 85% از نیروهای شاغل کشور رو تحت پوشش خودش قرار دادن و مفهومش این بود که 85% از نیروهای کار کشور موقتی سازی شدند. یعنی دیگه قراردادهای دائم بر وضعیتشون حاکم نبود. خب این وجه قانونیش. وجه عملیش چه اتفاق افتاد؟ با مثال توضیح میدم. بنده
به مدت 3 سال در دانشگاه آزاد اسلامی وارد تهران جنوب به عنوان نیروی کار موقتی سازی شده درس میدادن. با ساعتی چقدر درس میدادن؟ اولش ساعتی 11 تومن بود، بعد شد ساعتی 9 تومن، بعد شد ساعتی 7 تومن. چرا ساعتی 11 تومن قرارداد بستی؟ چرا ساعتی 9 تومن شد قرارداد می‌بندیم؟ چرا ساعتی 7 تومن شد بازم قرارداد می‌بندیم؟ دوست داری؟ بیا. دوست نداری؟ نه. و 10 واحد در ترم گاه بنده درس می‌دادم در مقطع فوق لیسانس، با بسیار علاقه زیادی هم می‌رفتم چون تدریس دوست داشتم و اصلا پولش برام مهم نبود، ولی این بلا رو هم به سر ما می‌برد. و من اونجا نه دفتر داشتم، یه محیط مثل مدرسه دفتری بود، دفتر اساتید که همه باید می‌رفتن اونجا می‌شستن. دقیقاً اونجوری، یعنی این که اتاق استاد شدن اصلا چیزی وجود نداشت. و روزی هم که کادر چیز رهبری دانشگاه آزاد، چی میگن، ریاست دانشگاه آزاد عوض شد، حتی یه تماس تلفنی کسی با من نگرفت که آقا تو خوب بودی، تو بد بودی، تو اصلا بودی، تو اصلا نبودی، تو اصلا ما میخوایم با تو ادامه بدیم، اصلا آقا خدا حافظ شما فلان. اصلا من از اینکه با هم تماس نگرفتن فهمیدم که با هم تماس نگرفتن. خب میگم که و منو نمیخوان و دیگه تموم شده نیم. حالا این یه مثال هست که واقعا هم امروز در مجموعه آموزش عالی کشور بیش از 50% آموزش عالی کشور شما اینجا شریف رو نبینیم که هنوز مشمول این قواعد و اینا نشده و اینها، ولی واقعا بیش از 50% آموزش عالی کشور امروز به دست حق و تدریسی ها اداره میشه. خب و شما یکم اگه فاصله بگیریم به دانشگاه های آزاد، پیامنو، فنی‌حرفه‌ای، امریکا و اینها، اونا وضعیتشون خیلی با وضعیت اینجاها متفاوته که شما با یه اساتیدی مواجهین که استخدام دائم اتاق دارن، ثبات وجود داره برن اینها. اصلا اونجا اون گروه که ما دارش بودیم فکر میکنم فقط یه نفر عضویت داشت، بقیه همه همینجوری حق و تدریسی بودن و از این و یعنی اصلا گروه علمی نمیتونست تشکیل بشه. خب چون همه حق و تدریس بودن، یه ترم یکی نمید، یه ترم دیگه میرفتیم. حالا نتیجهش چی بود؟ نتیجهش این بود که خیلی سادهش اینه که اساسا پیوندهای اجتماعی که میبایست در محیطهای کار میتواند شکل بگیرد، اساسا شکل یافتنش منتفی میشه. فکر کردن به منفعت مشترک، ایجاد شدن یه رابطه اجتماعی چه بین دانشجو و استاد، چه بین استاد با استاد، همه اشکال رابطه منتهی میشه. تو فقط یه رابطه عمودی داری با کارفرمات که رابطه ایست موقتی اقتصادی، و یه رابطه نامعلوم مبهم تو اطلاع ثانوی هم با کارت داری. حالا منهای اون اینا هم در نظر بگیرید که بنده هیچ حسابی رو آینده شغلی نمیتونستم بکنم، هیچ خبری از آیندم نداشتم به لحاظ وضع دستمزدم که اونجا. اون موقتی سازی که اونجا میگم در کارگاه ها و زیر 10 نفر و اینا صورت میگیره، یه دونه نمونش اینه که میگم شما در نتیجه اون وضعیت مواجه میشید با انبوه زیادی از نیروی کار که مدام داره بین فضاهای کاری جابجا میشه. خود بنده از سال 1386 در تهران حضور دارم تا این روز شاید میتونم بهتون بگم بیش از 7-8 بار محل کارم عوض شده. منهای دوره هایی که اصلا کار نداشتم، مجبور بودم اونجوری بچرخم یه چیزی پیدا بکنم، پروژه مروژه انجام بدم. اون دوره هایی که کار داشتم در طول 10-12 سال تا الان 7-8 بار عوض شده. به دلیل همین موقتی، یه جا یه سال یه کاری بهت میده، یه جا یه سال دیگه میده، یه جا کمتر بیشتر. و با مجموع
ضمن این که این قانون وجود داره که اساساً کارگاه های زیر 10 نفر رو از شمول قانون خارج کرده، بقیه هم دیگه یاد گرفتن اساساً قانون کار رو دور میزنن. یعنی تو لحظه‌ای که میخوای بری یه جای مشغول به کار بشی، چنان از تو چک و سفته و نمیدونم فلان اینا میگیره که اون لحظه‌ای که بعداً تو بخوای بری مثلا اداره کار شکایت بکنی، اون پیش از تو رفته دادگاه سفتت گذاشته اجرا و تو هیچ حق و حقوقی نداری. موارد مثلا تو مغازه ها، مثلا فروشنده های بوتیک ها فلان اینا، اونا معمولا اینجوری موقتی سازی میشن. یعنی طرف مثلا در شیراز مثلا سال 93-94 من میدیدم که مثلا فروشنده بوتیک واقعا با مای 500 تومن مای 500 تومن به یه دختر مثلا جوان میداد، این فروشنده بوتیک بود زیر حداقل قانون کار بدون هیچ چیزی. اول کارم بهش میگفت چه میدونم دو تا چک معتبر سفته فلان اینا باید بیاری بذاری اینجا به اسم ای که مثلا تا من مطمئن باشم و فلان و از این حرفا. ولی عملا یه بره کار، یه برش هم این بود که اگه فرد پس فرد رفت اداره کار شکایت کرد بتونه چیز کنه، بتونه مقابلش حقوقش رو بهش نده. و در بسیاری از کارخونجات و کارگاه ها و اینا این دیگه اصلا رسم خیلی عادی شده که چک میگیرن سفته میگیرن فلان اینها و قراردادهای 3 ماهه‌ای که 99 روزه که هی تمدید میکنن پشت سر هم دیگه برای که نخوان اون حقوق برشون مترتب بشه. اما اون چیزیش که برای بحث ما مهمه اینه که امکانات برقراری پیوندهای اجتماعی در محیط‌های کار به شدت و به سرعت از بین میره و به موازات اون امکانات تشکل‌یابی هم از بین میره. امکانات تشکل‌یابی یه چیز دیگری هم از بین میره اگه نگم تک عاملی، و اونم این بود که اساساً از ابتدای انقلاب با پیروزی انقلاب و اینها به واسطه ای که تجربه تشکل‌یابی و تجربه تشکل‌یابی کارگران و فلان اینها از ابتدا در یک بسترهای شکل گرفت که اینا منبعث از تفکر چپ بودن. خب یعنی چپ ها بودن که دفاع میکردن از اینی که سندیکا نمیدونم کارگر قدرت بگیره، کارگر نمیدونم تشکل داشته باشه. همین الان هم اگر که دقت بکنین در جامعه ما این تشکل یابی نیروی کار و فلان اینا ایده است که عمدتاً جریانات چپ ازش حمایت میکنه. و تجربه‌ای هم که نظام داشت از مواجهه با جریان چپ و فلان، تجربه بسیار منفی و برخورد و خشونت و اینا بود. خب و خب از یه طرف دیگری هم این باز یه بخش ماجرا بود. باز یه بخش ماجرای دیگر هم اینه که اساساً تشکل‌یابی جامعه برای قدرت سیاسی خیلی هیچ وقت مطلوب نیست. یعنی اگه از پارادایم چپ هم صرف نظر بکنیم، غیر چپش هم کسی نتونست تشکل‌یابی بکنه. پس اینم که اینم مشکل از چپ و فلان و اینا هست، اینم و اون سابقه تاریخی و اون ذهنیت و اینا هست، حدی از مسئله رو توضیح میده. ولی همش این نیست، چون غیر چپ هم کسی نتونست تشکل یابی بکند در محیط های مختلف. خب؟ اونقدر دنبالش همیشه بودن. همین الان هم مثلا شما نگاه بکنید، مثلا معلمان سنف خودشون رو دارن، نمیدونم به هر حال با همه دشواری و فلان اینا تشکل رو، چون منافع مشترکشون از همینه، اگه درست نکنن نمیتونن از حقوق خودشون دفاع کنن. خب؟ منتها همیشه این درگیری بین ساختار سیاسی و نیروی کار موجود بوده که نیروی کار همیشه میخواد تشکلات خودش رو درست بکنه و ساختار سیاسی میترسه از این، به دلیل اینکه نیروی کار وقتی که قدرت میگیره میاد سراغ حقوق و خودش اعتصاب میکنه، اعتراض میکنه فلان اینا، و این مطلوب ساختار سیاسی نیست. میگن اعتصابات سمت نفت یکی از علل سرنگونی رژیم شاه بود، وقتی که شکل گرفت و کارگرای سمت نفت اعتصاب کردن و تعطیل کردن و اونا رو از کار انداختن، اینها این خودش شد یکی از عوامل انقلاب هستن. در نتیجه نیروی سیاسی در هیچ جای دنیا به راحتی کنار نمیاد با تشکل یابی نیروی کار.
حالا در جوامعی که جامعه مدنی ضعیف‌تر و روحی حقوق کمتر به رسمیت شناخته شده و اینها بیشتر، ولی واقعاً در همون انگلستان تاچری یکی از مهمترین کارهایی که تاچر کرد مبارزه با اتحادیه‌ها، و یکی از مهمترین کارهایی که کرد محدود کردن اختیارات اتحادیه‌ها رو، تحریک کرد کارگرهای معدن رو به اعتصاب و محکم در مقابلشون وایساد. اعتصاب اینا در هم شکسته شد، بین خودشون اختلاف افتاد و بعد از اینکه بینشون اختلاف افتاد و اعتصابشون در هم شکست، شدیداً به لحاظ قانونی محدود شد و اصلا یه دعوای، بریم دوره رو بخونیم، یه دعوای بسیار مهم نیست در انگلستان اون دوره، دعوای تاچر با کارگران معدن. میخوام بگم مسئله خاص ایران هم نیست و قدرت سیاسی همیشه در مقابل تشکل یابی نیروی کار مقاومت میکنه. در قوانین ما اومدن یه در واقع قانونی به وجود آوردن که یه چیزی میتونه شکل بگیره تحت عنوان شوراهای اسلامی کار و نمیدونم اینها، که این همین حزب کاری که آقای محجوب و اینا هستن و نمیدونم این شوراهای اسلامی کار فعلی و اینها محصول اونه، که حالا سر اینی که این شوراها چقدر نمایندگی میکنن و چقدر تشکلهایی که اونا درست میکنن نماینده های کارگرا هستن، چقدر نماینده ساختارن، چقدر زد و بند میکنن، چقدر نمیکنن، چقدر واقعی هن، چقدر واقعی نیستن، یه انبوهی بحث وجود داره واقعا. خب که من حالا نمیخوام وارد بحثش بشم چون اصلا موضوع بحث ما نیست و یه دقتایی هم میخواد که واقعا اون حد از دقت رو من ندارم که بخوام وارد بحثش بشم، اصلا بحث ما هم نیست. در حال چیزی که تا اینجا گفتم راجع به اثر موقتی سازی در حوزه قراردادهای نیروی کار بود بر فردگرایی خودخواهانه. میانجیش چی بود؟ میانجیش این بود که وقتی پیوندهای اجتماعی در محیط کار از بین رفت، وقتی احتمال تشکل یابی از بین رفت، نیروی کار تبدیل شد به افراد منزوی جدا شده ای که هیچ گونه پیوند پایداری در محیط کار با دیگران نمیتواند برقرار بود. و این گونه بود که افراد در محیط کار هرچه بیشتر به این سمت سوق داده شدن که اصلا کاری جز بستن بار خودشون و جستجوی منفعت خودشون و پیگیری منافع شخصی خودشون نمیتونستن انجام بدن. چون سه روز اینجا بودن، چهار روز دیگه اونجا بودن، اصلا احساس تعلق جمعی، احساس هویت جمعی، تعلق به محیط کار فلان اینا دیگه شکل نمیگیره. و چون شکل نمیگیره، حالا باز اینو اضافه کنیم تو منظومه، در اون جامعه ای که ارزش ها و نگرش ها اونجور تغییر کرده، اعتماد به ساختار اونجور تغییر کرده، نمیدونم وضعیت پرونده های قضایی اونجور تغییر کرده، همه اینا رو بزنیم کنار هم، باز میتونیم توضیح بدیم که چرا بین موقتی سازی و فردگرایی خودخواهانه و تضعیف جامعه مدنی و ضعیف شدن در واقع قدرت جامعه یه پیوندی وجود داره. و این در واقع نیروی کار موقتی سازی شده ای که ناتوان، از زیر عنوان کتابش هست توان چانه‌زنی کارگران در ایران پس از انقلاب، توان چانه‌زنی بر سر حقوق خودش نداره، اونه که یهو اینجوری میرزه تو خیابون که سر حقوق خودش چانه بزنه. یعنی وقتی مکانیزم های ساختاری چانه زنی رو از بین میبری، وقتی امکانات ساختاری احساس پیوند و تعلق و مذاکره و حل مسئله و اینا رو از بین میبریز که چانه زنی اینجوری به کف خیابون کشیده میشه. اون جایی که تشکل یابی وجود داره، امکان چانه زنی وجود داره، به صورت مدام تعلق جمعی وجود داره و یک گروه هایی وجود دارن که اون طبقات و اون نیروها رو نمایندگی میکنن و بر سر حق و حقوق اونا در ساختار چانه میزنن و مذاکره میکنند، دیرتر اینجوری به کف خیابون میاد وقتی که دیگه جنب لب میشه. پس میتونیم یواش یواش یه
نتیجه هایی هم بگیریم که مستقیماً با وضعیت فعلیمون پیوند داشته باشه. یعنی بحران در جامعه ایران چرا به وجود میاد؟ طبیعتاً من نمیگم فقط علتش این بود، دارم میگم چجوری مسائل با میانجی هم پیوند دارن و پیش میرن و اتفاق میفتن. به هیچ وجه به این معنی نبود که ما نتیجه بگیریم که فردا بریم بگیم من گفتم علت اعتراضات 98 موقتی سازی نیروی کار بود. خب یه مجموعه است، حتما موقتی سازی نیروی کار یکی از عوامل ساختاری منجر شدن به وضعیت هست، متوجه هستیم؟ حتما یکی از عواملش هست، ولی پر اهمیت ترین عامل نمیدونم، تنها عامل حتما نه، ولی ربط داره، ربط داره و الان ربطشو توضیح دارم. خب حتما فقدان تشکل ها و تشکل نیافتن در وجود اومدن این وضعیت ربط چیز داره، نقش داره. وقتی تشکل میاد و حتما این که الان این گروه ها نمایندگی پیدا نمی کنن در سطح سیاسی و بدون نماینده باقی موندن ربط داره با این که اعتراضاتشون توی بازه کوتاه مدتی به همین شکل و بلکه هم خشنتر تکرار بشه و راه حل پیدا نکنه. خب به اینا حتما ربط. فرانسه الان 55 هفته است که جلیه زرداد توی آبان و حل نمیشه. چرا حل نمیشه؟ چون اصلا اونا هم همینجوری هم نماینده سیاسی ندارن، نگوشیشن شکل نمیگیره، دولت هم خواستگاهاشون رفع نمی کنه، در نتیجه همینجوری که خیابون موندن، معلوم هم نیستش چی بشه. میخوام بگم به یه معنا مسئله خاصه مسئله ما هم نیست، مسئله که جاهای دیگه هم زده بیرون. خب یه بخش دیگری از این بحث موقتی سازی راجع به هم موقتی سازی در بحث مسکن هست و هم موقتی سازی در روابط اجتماعی. حالا در روابط اجتماعی یه بخشش در روابط همین جنسی و دوستی و فلان اینا توضیح دادم که چجوری یه سوژه‌ای درست میشه که اون سوژه اساساً یه ناتوان از اینکه روابط پایدار درست بکنه. خب این رو شما ها توی روابط چیزم میبینید، توی روابط همین غیر، نه فقط روابط جنسی و روابط نمیدونم جنس مخالف و فلان اینا، تو روابط دوستی هم میتونید ببینید. اصلا کار جمعی سخت شد. اینی که شما یه گروه درست بکنی، بلافاصله یه گروهی درست میکنی، تو گروه پنجش میشه دو، یه نفر دو، یه طرف دیگه، یکی هم دوباره یه ساز جداگونه خودش میزنه. اوکی درآمد باشه. آره حالا اینو هم بحث در واقع مسکن، هم بحث در واقع چیزو، هم بحث روابط اجتماعی و این بحث کار جمعی رو شکل دادن، اینا رو در واقع ابتدای جلسه آینده خواهم گفت و از اینجا پل میزنیم به سمت در واقع بحث جلسه سوم هویت گرایی دیگه، که وقت اونجا توضیح میدم براتون که چجوری یه دیالکتیکی در جریانه که بین همین وضعیتی که یه سمتش گفتم یه برای طیفه که فرد درای خودخواهیست که فقط به دنبال منافع خودش میگرده و اینها، با اون هویت‌گرایی که اصلا فرد منحل میشه در هویت و اینها، بین این دوتا یه پیوندی به وجود میاد و این دوتا اتفاقا همدیگه رو در جامعه باز تولید میکنن، چون واقعیت اجتماعی تشکیل نشده از مجموعه از اجزای گسیخته جدا از هم، اینا همه در کنار هم همدیگه رو تشکیل میدن و اتفاقا بین چیزایی که ضد هم به نظر میرسن یه دیالکتیکی وجود داره که اون دیالکتیک اینا رو باز تولید میکنه، که انشالله هفته دیگه باز از همین بحث ادامه میدیم و میریم به سمت بحث هویت. اگه سوالی چیزی باز هست که بحثی چیزی هست بگیم که من در خدمتم. ولی جلسه بهتر بود، یعنی بیشتر سوال پرسیدیم و هر چی بیشتر بپرسین همینجوری چالش کنیم اینا، ابعادش بیشتر واضح خواهد شد، ابعاد بحث. خب بفهم در مورد علت این تحول، مثلا وقتی ارزش‌های سنتی تغییر می‌کنه تبدیل میشه اتوریته قانون به وجود میاد یا فردگرایی به وجود، این علت این تحول رو نفهمید.
ببین حالا بخشیشو که گفتم، گفتم مثلا فردگرای خودخواهانه یه بخشیش تو همین پروسه موقتی سازی و خود همین موقتی سازی چرا؟ موقتی سازی هم گفتم که گفتم این یه در واقع چیزی بود در یک دوره‌ای که میخواست قید و بند رو از پای سرمایه برداره و کمک بکنه که سرمایه آزادانه تر بتونه حرکت بکنه و در نتیجه به نفع سرمایه بود که به جایی که با قراردادهای دائم سر و کار داشته باشه و قراردادهای موقتی سر و کار داشته باشه که مسئولیت پذیریشو کم بکنه. ولی در مورد ارزش ها و اینا که گفتیم اون باید بریم تو فرایندهای در واقع مدرنیزاسیون و ماجرای جنگ و بعد از جنگ و آرمانهای انقلاب و محقق شدن و محقق نشدن و بعد فتح پیش آمدن فرایندهای مدرنیزاسیون و یه مجموعه از عوامل باز باید بذاریم کنار هم دیگه که بتونیم علت از بین رفتن اتوریته نظام مبتنی بر ارزش‌های دین رو به کمک مجموعه‌ای از اونا توضیح. مثلا ما نمی‌تونیم اینجوری توضیح بدیم که جامعه‌ای که ارزش‌های دینی برش حاکم بود و یک سری روابط بین فردی بنا شده بود که این روابط فقط در جامعه‌ای خیلی کوچیک امکان تحقق داشت. یعنی من وقتی یه بازاری رو میدیدم که این آدم بد بوله یا ارزش خوب نمیده، من اینو میذاشتم کنار، جامعه اینو میذاشت کنار و به ضرر خود اون فرد بود که بر بولش پایبند میشه. ولی توی جامعه من دارم از خواهی کسی کنم در جامعه بزرگ که اون پیوند ها وجود نداره و تجارت خیلی وسیعه، من با افراد مختلف از کشورها و شهرهای مختلف داد و ستد دارم، اساساً امکان اون حاکمیت اون اخلاق دینی و سنتی و اینا در روابط اقتصادی و اجتماعی وجود نداره. بنابراین ما مجبوریم تن بدیم به یک سری روابط دیگه ای که حالا در جامعه مدرن تبدیل میشه یک قانونی که حالا حاکمیت داره و به عنوان یک میثاق جمعی پذیرفته شده. ولی در جامعه مثل ما خب نه این سنت ها وجود داره نه اون قانون را مشکل ایجاد میشه، ولی گذر است اون سنت اولی این روابط سنتی اینا به نظر میاد ناگزیره. یکی از پاسخ‌هایی که برخی از جامعه شناسان بهش اشاره میکنن همین که در گذاره از همین جوامع سنتی قدیمی به جوامع مدرن یه اتفاق خیلی مهم تقسیم کار. جوامع قدیم درشون تقسیم کار شکل نگرفته، تقسیم کار ابتدایی است. یعنی شما مثلا وقتی در یه ده، در یه ده نهایتا شما یه چند نفر دارید که رو زمین کار میکنن، یه چند نفر هم دام در واقع میبرن صحرا و فلان اینا. حالا ممکنه یه نفر هم طبیب داشته باشی، مشاغل توسعه نیافتن و در نتیجه نظام ارزشی حاکمی که وجود داره مبتنی بر سمبول‌های مشترکی است که اون جامعه کوچیک برای خودش ایجاد می‌کنه و اثر بزرگ این که وقتی که تقسیم کار شکل می‌گیره این پیوندها به واسطه تقسیم کار از بین میره و جامعه از هم گسیخته میشه و فلان. اما همه واقعیت رو نمیشه اینجوری توضیح داد به دلیل اینی که در خود جامعه معاصر ما جنگ رو چجوری می‌خوام توضیح بدم. اینایی که رفتن در جنگ یا خود انقلاب رفتن در انقلاب کشته شدن، مبارزه کردن، شکنجه شدن، نمیدونم بعد انقلاب پیروز شد، جنگ شد، دوباره رفتن در جنگ، جنگیدن، یه آرمان شهادتی وسط بود به خاطر او از زندگیشون از فلان قبل از انقلابش تو بازداشتگاه و شکنجهگاه و فلان و بعد تو واقعا بریم از نسل پدران ما بپرسیم در سال 56-57 وقتی که می اومدن بیرون تظاهرات می کردن اونا شون که مذهبی بودن خیلی هاشون قصد شهادت می کردن. یعنی واقعا با این احتمال می اومدن که ممکن بود کشته بشه طرف. خب یعنی یه نظام باورهایی وجود داشت در همین 30-40 سال پیش که تقسیم کارم اتفاق افتاده بود اونا، نه که اونا مؤثر نیست ولی به رغم اونها یه نظام ارزشی وجود داشت که اون نظام ارزشی دعوت میکرد به از خودگذشتگی، فداکاری، آقا اصلا از جان گذشتگی، نه فقط از خودگذشتگی. شهادت یه کانسپت محترمی بود، در کنارش این بود که آقا یه عده دیگه میگفتن آقا ما باید بریم مملکت رو بسازیم. اصلا این نبود که آقا من باید موفق بشم، این اصلا ایده جدیدیه.
در نسبت با دوره انقلاب و دوره جنگی. حالا میگویند باز خود جامعه شناسان که دوره جنگ و دوره انقلاب اینا دوران استثنایی است، به دلیل جنگ، به دلیل خود میل جامعه به انقلاب و اینها جامعه همبسته میشه، یه ارتش‌های جمعی شکل میگیره فلان اونها. اما بازی پرسش پابرجاست که به مرور که زمان میگذارد چرا، چه بر سر اون آرمان ها میآید و چرا، یعنی چگونه جامعه از یک وضعیتی که در دوره جنگ نامه می نویسه فلان سردار که آقا از این 7000 تومانی که به من دادین 3000 تومانش برای زندگی من کافی است، این 4000 تومان بقیه رو برگردونید به صندوق دولت خرج مردم بکنید. خب واقعا از اون نظام میرسی به اینجا که فرامرز رفیع‌پور می نویسه، میگه بسیار جمله پیامبرانی داره، من یه بار رفتم تو تلویزیون اونجا گفتم، میگه جای رشادت های سربازان ما در میدان های جنگ را زرنگی های ما در صف های نانوایی خواهد گرفت. میدونیم بسیار جمله پیامبرانه ای گفتیم، یعنی این زرنگی های ما در صف های نانوایی یک چیز جدیدیه الان داره میاد و چجوری توضیح بدیم؟ فقط نمیتونیم با اون بحث مربوط به تقسیم کار جامعه بزرگ رو در زمان جنگ، جامعه اینا 50 میلیون جمعیت داشت خب، و علارغم تقسیم کاری که کم و بیش اتفاق افتاده بود و جامعه شهری که شکل گرفته بود و تخصصهایی که وجود داشتن اینها با اون نظام ارزشی کار میکرد، در نتیجه پرسش اصلی اینه که چجوری اون نظام ارزشی از بین رفت، چجوری اون یه نظام دیگری اون جاشو گرفت خب؟ و حالا آیا در اون نظام ارزشی همه چیز مثبت بود؟ من دوری دارم یه ور مثبتشو میگم، و آیا در این نظامی که جاشو گرفت همه چیز منفی است؟ بدیهی است که نه، ولی چی از دست رفت و چی به جاش اومد؟ اهمیتی که اینقدر روی بس تاکید میکنم یه ورش اینه که به هر حال اینجا نظام حکومت دینی سر کار هنوز خب؟ و ادعا اینه که ما داریم همین ارزش‌های منبعث از دین و فلان و یه جوری بحث سر ارزیابی کارنامه و اینا هم هست، متوجه هستیم؟ یعنی یه برشم اینه که اگر در جامعه مثلا فلان جامعه اروپایی میتونن این بحث‌ها بیشتر برشون صدق میکنه و اینا، یه بر بحث اینه که اونجا دیگه دین به این معنایی که اینجا وسطه وسط نیست خب؟ و یه جور دیگه باید فهم کرد. یه بره دیگه اینجا اهمیت ماجرات سر خود دینه که تا چه حد دامن زده، تا چه حد حل شده، تا چه حد تونسته مقاومت بکنه و چیکار کرده بالاخره بعد از 30-40 سال. خب چون سوال می‌خواستیم بپرسیم؟ بسیار خسته نباشید.